سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی. من مهداد مرادیان هستم از کلوپ کارآفرینان ایرانی کانادا. امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های ماهیانه کلوپ در راستای هدف ما به منظور تسهیل دسترسی شما عزیزان و مخاطبین ایرانی کانادایی در حوزه کارآفرینی به دانش و تجربیات افراد موفق در این زمینه در کشور کانادا. با توجه به اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته افتاده و همه شرایط کسب و کار، روش‌های کسب و کار، دیدگاه‌هایی که نسبت به توسعه کسب و کار وجود داره، همه چی در طول سال گذشته بعد از به خصوص پاندمی کرونا تغییر کرده. خیلی از ابزارها، روش‌ها، تکنیک‌ها و دیدگاه‌هایی که قبلاً خیلی کاربرد خوبی داشت، موثر بود، الان دیگه اون کاربرد قدیمو نداره، داره تغییر می‌کنه. و سرعت این تغییرات با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر دیجیتال و مفاهیم دیجیتال بسیار سریع‌تر شده، بسیار این سرعت رفته بالا، تنوع خیلی بیشتر شده، دسترسی ما به ابزارهای مختلف، ابزارهای مؤثر و بهتر بیشتر شده و شاید برای بعضی از کسب و کارها یک مقدار سردرگمی ایجاد بشه که واقعاً فضای کسب و کار بعد از دیجیتالی شدن داره به کدوم سمت میره، چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه اتفاقاتی دیگه قرار نیست بیفته، چه تغییراتی داریم و نهایتاً چه تحولی در این زمینه خواهیم داشت. از این موضوع امروزه با عنوان تحول دیجیتال یا دیجیتال ترانسفورمیشن در کسب و کارها یاد میشه. نکته ای که همیشه در صحبت‌ها وجود داره اینه که خیلی از افراد فکر میکنن تحول دیجیتال یا دیجیتال ترانسفورمیشن صرفاً به کارگیری یک سری ابزارها، تکنیک‌ها و سافت‌ورها یا نرم‌افزارهای کامپیوتری یا دیجیتالی، ولی واقعیتی نیست. تحول دیجیتال خیلی عمیق‌تر و خیلی جامع‌تر از بکارگیری ابزارهای دیجیتالی. امروز در خدمت یکی از دوستان عزیزمون هستیم، آقای احسان دانشگر که متخصص دیجیتال ترانسفورمیشن هستند و سابقه خیلی خوبی در این زمینه دارن. ایشون در زمینه مانیفکتورینگ و سپلای چین و حوزه دیجیتال ترانسفورمیشن و اپلای کردن روش‌های تحول دیجیتال برای بیزنس‌ها و کسب و کارهایی که در این دو زمینه مشغول هستند سابقه طولانی و قابل توجهی دارن. احسان امروز بیشتر ما رو با تحول دیجیتال و این مفهوم و فرصت‌ها و تهدیدهایی که در پی این مفهوم وجود داره برای کسب و کارهای ایرانی کانادایی در کشور کانادا بیشتر آشنا میکنه. فرصت‌ها رو به ما بیشتر خواهد آموخت که چطور میتونیم در کسب و کار خودمون اپلای کنیم تا شاهد کسب و کار موفق‌تر، دیجیتالی‌تر و انتباق‌پذیرتر با شرایط جدید باشیم. ایشون قطعاً ما رو بیشتر با فرصت‌های شغلی هم که در این زمینه وجود داره آشنا خواهند کرد. خیلی بهتر به عنوان یک متخصص دیجیتال خواهیم آموخت که چگونه میتونیم فرصت‌های شغلی بهتری داشته باشیم و بتونیم مسیر شغلی خودمون رو بهتر برنامه‌ریزی کنیم. مثل همیشه برگزاری این وبینارها و برنامه‌های کلوب جز با همراهی والنتیرهای گرامی امکان پذیر نبوده. در این برنامه هم تشکر می‌کنم از همه داوطلبین یا والنتیرهایی که به ما کمک می‌کنن مثل همیشه تا بتونیم این تیم بزرگ رو مدیریت کنیم و کارها رو با کیفیت بالا پیش ببریم. در طول برنامه من چند تا نکته عرض کنم قبل از اینکه آقای دانشگر رو دعوت کنم. در طول برنامه اسپیکر محترم زمانهایی رو در نظر خواهند گرفت برای پاسخ دادن به پرسش‌های شما که خودشون بیشتر توضیح میدن. از گزینه ریز هند در قسمت چت شما میتونید استفاده بکنید، دستتون رو بالا کنید، آیکون آبی رنگ دست که مشخص بشه، شما در نوبت پرسش قرار خواهید گرفت و اسپیکر یا بنده این فرصت رو به ترتیبی که سوال‌ها مطرح میشه در اختیار شما قرار میدیم. نکته‌ای که وجود داره این هست که برنامه امروز ریکورد میشه و در سوشل مدیا، وبسایت و کانال یوتیوب کلوب هم شیر خواهد شد. اگر شما عزیزان از اینکه تصویر ویدیویی خودتون دیده بشه احساس راحتی ندارید یا به هر دلیلی علاقه‌مند نیستید، زمانی که میخواید سوال خودتون رو، پرسش خودتون رو مطرح بفرمایید، لطفاً دوربین خودتون رو روشن نکنید و صرفاً با آن میوت کردن سوالتون رو به صورت وایس مطرح بفرمایید. آقای احسان دانشگر سلام عرض میکنم خدمت به عصر تورنتو، وقت بخیر. سلام مهدا جان، شاید که احوال شما خوب باشه. سلام به دوستان، ممنون از وقتی گذاشتین و به ما ملحق شدین تا
راجب این تاپیک که برای من جدیدن خیلی جذاب شده یکم صحبت بکنیم، راجب این که چطور من به این سنت کشیده شدم. مثلا با مهداد جان ما صحبت میکردیم، برای من خیلی اتفاقی پیش اومد که وارد این سنت شدم و این سنت در واقع میشه گفتش که پیشروترین و در حال رشد ترین صنایع هست امروز. و جالبه که از همه صنایع سنتی نیاز به کمک داره و مثلا فقط کامیونیتی ما ایرانی ها با این بیشتر آشنا بشه. احسان تو صحبتات اشاره کردی که صنعت در واقع این صنعت جدید دیجیتال ترانسفورمیشن داره به همه کمک میکنه. بعضی وقتا احساس میکنم یه صنعتی هست که خودش داره همه صنایع رو نه تنها بهشون کمک میکنه بلکه داره تغییرشون هم میده. یعنی یک دوست، یه همراهی هست که میاد در کنار اون صنعت خاص قرار میگیره و اصلا صنعت رو به یک جای دیگه منتقل میکنه، به یک روش دیگه منتقل میکنه. مدیرا بعد از اینکه درگیر میشن با موضوعاتی مثل دیجیتال ترانسفورمیشن، حتی دیدگاه خودشون، دیدگاه زندگی روزمرهشون تغییر میکنه. نگاهی که دارن، روشی که میخوان مسائل رو حل کنن، دیدگاهی که اصلا کلا نگاه میکنن چه سولوشنی وجود داره. الان چطور احساس میکنی که چقدر تونسته دیجیتال ترانسفورمیشن بیاد و ماهیت، البته اینا در طول برنامه خب خیلی بیشتر صحبت میکنیم، من فقط یه مقدار وارم اپ کنیم اول، فکر میکنید چقدر تا الان مسیر طی شده و چقدر در آینده این مسیر وجود خواهد داشت که هنوز طی نشده؟ نکته خیلی جالبی رو گفتین. برای اینکه وقتی اسم دیجیتال ترانسفورمیشن میاد به همه جوانب فکر یه نفر میره، از IT، کامپیوتر، تغییر و تحول گرفته تا هر چیزی که بیشتر سخت افزاریه و کمتر یاد این بحث مدیریتی میافتن. در واقع دیجیتال ترانسفورمیشن اصلا از نگرش مدیریت شروع میشه. در مورد اینکه چقدر تا الان پیش رفته، میشه گفتش که خب این تحولی که شروع شده و این کانورسیشنی که ایجاد کرده باعث شده که مدیریت اکثر شرکت ها به این کم کم فکر کنن، اگر واقف نیستن کماکان بهش فکر کنن. یکی از مثالهاش که من به شما هم گفتم، توی دوران کووید ما ریاکشن خیلی از ارگانیزیشن ها رو نسبت به کووید دیدیم و دیجیتال ترانسفورمیشن تنها راه در واقع میشه گفت پاسخگویی به دوران کووید بود. یکی از بزرگترین مثالاش که یکم مثال ملموس بزنم برای دوستانی هم که اینجا هستن، وینرز یکی از محبوب ترین برای دوستانی میبینم که از آمریکا جوین شدن، مارشالز مثالشو میگم، وینرز یا مارشالز یکی از محبوب ترین فروشگاه هایی که مشتریان و طرفداران شیفته داره، اما متاسفانه جزء فروشگاه هایی بود که نه تنها این مدیریت اصلا فکر به این داستان نمی کرد، بلکه تو دوران کووید هم که یک سال ازش گذشت و میتونست خیلی سریع ریاکت بکنه نسبت به این قضیه، اصلا این کارو نکرد و عملا فروشگاه ها بسته، اینونتوری سر جاش مونده و طرفداران شیفته این فروشگاه که خود من و خیلی دیگه هستیم منتظریم تا هر چیز زودتر این باز بشه، در حالی که خیلی از ارگانیزیشن های دیگه، کسب و کارهای دیگه خیلی به سرعت وارد کار شدن یا از قبل مهیا کرده بودن شرایطو. بس میشه گفت جواب بخوام خلاصه کنم، تا حدی شروع شده. یک سری از مدیریت ها، مدیران ارشد به این از قبل واقف بودن، فکر میکردن، یک سری عملا یه جورایی ایگنورش میکنن و فکر میکنن چون طرفداران شیفته دارن لزوما همین طرفداران شیفته براشون کافیه، ولی خب حساب اینو نمیکنن که بالاخره شرایط دنیا ممکنه عوض بشه. یعنی از اون لزوم و اون سرعت تغییر دارن غافل میشن و بعضا ممکنه که مثل خیلی از برندهایی که حالا در طول برنامه بیشتر راه مثال میزنی عملا دیگه نتونن رقابت کنن و از بازار خارج میشن. حالا در رابطه با برند وینرز، پس خود شما باید آستین بالا بزنید، براشون پروپوزال خوب بفرستی که بتونید بهشون کمک بکنید، حداقل برندی که دوست داری و از دست ندی. حالا یه خود برای خود من این سوال هست که کسی که خودش به طور روزانه مثل شما در حوزه دیجیتال کار میکنه، تو این دوران یک سال گذشته که کرونا بود و همه ابعاد زندگی ما رو تغییر داد، زندگی شخصی خودت از اون قسمتایشو که میتونی برای ما توضیح بدی، خودت چقدر تغییر کردی؟ آیا قبل از این پندمیک هم سبک کارت، سبک زندگیت، روش تعاملت با همکارات، با دوستات
خودت هم این تغییر رو دیدی یا نه؟ خود قبلش تغییر کرده بودی و الان بقیه دارن بیشتر شبیه شما میشن؟ یعنی میخوام ببینم برای شما به عنوان متخصصی که تو این زمینه کار میکنی، زندگی شخصی چقدر متاثر بوده از این بحث دیجیتال، چقدر اووردیش تو زندگی و تو روزمره خودت هم داری خارج از محیط شغلی ازش استفاده میکنی؟ درست، سوال جالبی بود. در مورد دوران کووید میتونم بگم که تغییر محسوسی برای سبک کار من ایجاد نشد. یه تغییر ناخوشایندش این بود که مسافرت کمتر شد، چون ما کماکان مسافرت رو داشتیم. دیجیتال ترانسفورمیشن جزوی از صنعت کانسالتینگ و کانسالتینگ کماکان صنعتی هستش که در واقع میشه گفت هنوز ریلیشنشیپ و باند داشتن و اون رپورتی که باید اول کار ساخته بشه بین کلاینت و مشتری، بین کلاینت و کانسالتنت خیلی مهم هستش. تغییر زیادی تو زندگی من ایجاد نشد، فقط سفرها کم شد، کماکان جلسه ها آنلاین برگزار میشد، چون ما پروژه‌ای داشتیم که تیم های که توی کشورهای دیگه هستن و ما همیشه به کانادا دعوت نمی کردیم یا ما لزوما سفر نمی کردیم و همیشه این جلسه های آنلاین رو داشتیم. فقط در دوران کووید برای من بیشتر جذابتر شد مشاهده ریاکشن ارگان های مختلف نسبت به این داستان، کیا آماده بودن کیا آماده نبودن. خیلی هم عالی، مرسی، ممنون توضیحاتی که داشتی. قبل از اینکه وارد بشیم به بحث اصلی، من یک نکته دیگه عرض کنم خدمت همه دوستان. شما به غیر از اینکه گزینه ریز هند رو دارید برای اینکه در نوبت طرح سوال خودتون قرار بگیرید، میتونید سوال هر زمانی که به ذهنتون اومد در قسمت چت تایپ کنید. من این سوالات رو یادداشت میکنم، بعد از زمانی که احسان جان مشخص خواهد کرد سوالات از ایشون میپرسم. در انتهای برنامه هم برای اینکه ما از رضایت شما عزیزان بیشتر اطلاع پیدا کنیم و مطلع بشیم که چطور میتونیم برنامه‌های آینده رو با کوالیتی بالاتر برقرار کنیم که برای شما رضایت بخش‌تر باشه، یک سروی همکاران من در کانال تلگرام کلوپ کارآفرینان ارسال می‌کنن. ازتون درخواست می‌کنم چند دقیقه زمان ارزشمندتون اختصاص بدید، فیدبکتون رو برای ما ارسال کنید. این فیدبک‌ها به صورت ناشناس خواهد بود و ما قطعاً با دانستن و جمع‌آوری این اطلاعات می‌تونیم برنامه‌های بعدی رو با روش بهتر، کوالیتی بالاتر و موضوعاتی که مد نظر شما عزیزان هست برگزار کنیم. احسان جان، من دیگه صحبت رو خلاصه میکنم، در خدمت هستیم در طول برنامه، در طول یک ساعت، یک ساعت و نیم آینده و در انتهای برنامه هم بغیر زمانهایی که در طول برنامه خواهیم داشت، در انتهای برنامه هم برنامه پرسش و پاسخ رو برای 10 تا 15 دقیقه خواهیم داشت. در خدمت هستم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، من دلیل اینکه به این بحث و به اینکه با دوستان به اشتراک بذارم و علاقم به این مسئله، مسیری بود که برای خود من پیش اومد. این داستانی که باعث شد من به این سنت کشیده بشم و اتفاقای خوبی برای من بیفته و دوست داشتم با اون شروع کنم که شاید اون یه مثال خوبی بتونه بزنه برای دوستانی که میخوان بعدها وارد این سنت بشن، شاید از اون بتونن استفاده بکنن، اونا هم یه همچین مسیری طی بکنن. من در واقع توی اینکیوبیتر کار میکردم، من یک مهندس مکانیک هستم، بعدها MBA کارآفرینی گرفتم، در زمینه استارتاپ ها فعالیت میکردم و در نهایت توی اینکیوبیتر مشغول به کار شدم و کمک کردم به استارتاپ ها. اینم عکس با این که تاره، ولی یکی از شیرین ترین عکساس روز آخری هستش که من توی اون اینکیوبیتر کار میکردم، در واقع روزی که من از یه دنیای دیگه وارد دنیای دیجیتال ترانسفورمیشن میشدم. و بعد از اون در واقع زندگی من، سبک کاریم، آدمای دور و برم تغییر کرد و میشه گفت به یه محیط دیگه وارد شدم، محیطی که صنعت سنتی بود در کنار تکنولوژی روز و قرار بود این دو یک جوری کنار هم بیان. و وقتی من اینو دیدم، روزی که متوجه شدم این صنعت احتیاج داره به دو بخش، افرادی که متخصص تکنولوژی هستن، افرادی که متخصص اون صنایع هستن، تصمیم گرفتم بیشتر راجبش صحبت کنم، چون کامیونیتی ما پر از متخصصه و این متخصصین بالاخره هم ممکنه بعد از مدتی خسته بشن توی صنعتی که هستن، هم جدای از اون ممکن اصلا دانشی داشته باشن که بتونه یک جای دیگه بیشتر به درد بخوره.
اولین بار که اصلا من با دیجیتال ترانسفورمیشن یه جوری آشنا شدم، شاید بهش اکسپوز شدم، زمانی بود که من در دانشگاه همسر یکی از دوستان من دکترای عمران توی شرکت سافتویر کار گرفت و برای من یکی از جالب‌ترین نکات به عنوان کسی که تازه یک سال بود اومده به کانادا این بود که چرا یک مهندس عمران، یک فوق تخصص عمران توی شرکت سافتویر کار میکنه. و جواب خیلی ساده بود، به من گفتن که این شرکت سیستم‌هایی می‌سازه که قراره صنعت عمران ازش استفاده کنه و برای ساختن اون باید یک نفر از اون صنعت اونجا باشه که بتونه این مفاهیم رو تعریف بکنه، بشکافه تا یک آدم تکنیکال، یک دیولوپر بتونه اینو بسازه و مناسب برای اون صنعت بسازه. و بعدها یک جوری این برای خود من پیش اومد، حالا به نحوه دیگه. من در واقع از زندگی اینکیوبیتری به این صورت اومدم بیرون که یه شرکت کانسالتینگ که فوکسش هم در واقع فقط محصولات مایکروسافت بود، چون کانسالتینگ دیجیتال ترانسفورمیشن یک دستبندی کلی که داره میشه گفت بر اساس شرکت ها و برند ها هست. هر شرکتی برای خودش یک مجموعه و اکوسیستمی از ابزارهای تکنولوژی ساخته که دیجیتال ترانسفورمیشن رو بر اساس اون جلو میبره. و خب میشه حد زد که تقریبا میشه همه چی رو باید کاور بکنم، ولی جالبیش اینه که دیجیتال ترانسفورمیشن و این صنعت هنوز جای کار زیاد داره. و مثالش نحوه ورود من به این صنعت بود. شرکتی که من الان به عنوان کانسالتنت براش کار میکنم برای کار دیجیتال ترانسفورمیشن، یک گپی پیدا کرده بودن توی سیستم مایکروسافت، سیستمی که در واقع میشه گفت شرکت‌های بزرگ باش راه میشه. نکته جالبش اینه که شرکت تسلا دقیقاً با این سیستم مایکروسافت داینامیکس 365 داره راه میشه. یعنی ماشین تسلایی که به دست شما میرسه، سفارشش از اگر از وبسایت انجام میشه، در نهایت وارد این سیستم میشه، برنامه‌ریزی تولیدش اونجا انجام میشه، خود تولیدش اونجا انجام میشه، انبارداریش اونجا انجام میشه و اینکه شیپ میشه به دست مشتری میرسه، همش توی همین سیستم مایکروسافت داینامیکس انجام میشه. بس میتونید ببینید، حدس بزنید چه سیستم بزرگی میتونه باشه و چرا این سیستم گپ داره. و گپی که این شرکت پیدا کرده بود بر اساس تخصصشون توی صنعت کامپلاینس بود، FDA و هلت کانادا رگولاتوری کامپلاینس. در واقع میشه گفت مایکروسافت داینامیکس GMP کامپلاینس نداشت. یعنی چی؟ یعنی شرکت های مثل شرکت های داروی، شرکت های مواد غذایی که از این سیستم ها استفاده خواهند که مثل مثال تسلایی که براتون زدم، از بعد به خرید، سفارش، فروش، تولید، تمام اینا تو یک سیستم هست. ولی برای یک سری شرکت ها مثل فارما و لایف ساینسز این خیلی مهم هستش که همیشه با رگولاتوری ریکوایرمنت، با خواسته های ارگانیزیشن هایی که کار رگولاتوری رو انجام میدن، در واقع ریکوایرمنت های اونا رو یه جورایی همش رو بتونن رعایت بکنن، برای اینکه با قانون به مشکل برمیخورن. شما ریکال رو احتمالاً خیلی دیدین و شنیدین، محصولاتی که ریکال میخورن. ارگانیزیشن های مثل فارما، لایف ساینسز، فود، اینا اگر اینا رو رعایت نکنن به مشکل قانونی برمیخورن. پس اگر این شرکت ها از یه سیستمی دارن استفاده میکنن و اون گپ خیلی بزرگ رو داره که نمیتونه هشدار بده، جلوی تولید رو بگیره وقتی خطایی میبینه، خب این خیلی گپ فاحشی هستش. و این شرکت اینو پیدا کرده بود. داستان شیرینی بود برای من که اینطوری وارد این صنعت شدم و جالبتر هم شد برای من از این لحاظ که خب من یه جورایی به عنوان پرادکت منیجر وارد این شرکت شدم. اولش من کارهای دیجیتال مارکتینگ این شرکت رو میکردم که اونم جزوی از شاخه همین دیجیتال ترانسفورمیشن میشه، ولی خب فقط توی اون دیجیتال ترانسفورمیشن وقتی ما صحبت میکنیم توی بحث خواهیم رسید بهش که در واقع کل یک ارگانیزیشن شامل میشه، ولی خب مارکتینگ یک گروه خاصی میشه از این. من کارهای مارکتینگ این شرکت رو که میکردم، بعدها که این پروداکت رو خواستن عرضه بکنن نیاز به کمک داشتم به عنوان یه نفر که
تخصصش تو کامرشیالیزیشن، از من بابت این کارم کمک خواستم و اون باعث شد دیگه من کلن سویچ کنم از اینکیوبیتر به این سند. و اونجا بود که کارهای دیجیتال مارکتینگ که انجام دادیم. یک روز خیلی جالب بود که ما یک تلفنی دریافت کردیم از یه شرکتی که من بعد متوجه شدم اون شرکت توی صنعت ماریجوانا هستش و این اتفاق موقعی افتاد که هنوز توی کانادا قانونی نشده بود. دلیلش هم اینه که شرکت هایی که تا اون موقع به اسم مدیکال پرودوسر فعالیت میکردن میدونستن که قرار کانابس ماریجوانا توی کانادا قانونی بشه، در نتیجه میدونستن که تقاضا بالا خواهد رفت و بالا رفتن تقاضا شدیداً رشد اون شرکت ها رو بالا خواهد، به سرعتش رو بیشتر خواهد کرد. پس دنبال سیستمایی بودم که آماده بکنن اینا رو بتونن رشدشون رو ادامه بدن و رشد مانع موفقیتشون، یعنی رشد سریع سرعتشون رو کم نکنه. این شاید یه جمله پارادوکسی به نظر برسه، ولی بعضی وقتا رشد سریع چون توانی براش وجود نداره بدتر یه شرکت رو از پا در میاره. و این شرکت ها به دنبال خرید یک سیستمی بودن که خب سیستم ما چون کامپلاینس هم باهاش داشت برای اونا خیلی محبوب شده بود. پس این برای من راه ورود به این صنعت بود. منی که در واقع میشه گفت با بک‌گراند دیجیتال ترانسفورمیشن توی بخش مارکتینگ وارد یه صنعتی شدم، اکسپوز شدم به رگولاتوری کامپلاینس، بعد از طریق رگولاتوری کامپلاینس وارد اپریشن شدم، مانیفکتچرینگ و سپلای چین و اینونتوری منیجمنت و تمام اینا رو کم کم یاد گرفتم. و برای اینه که پتانسیل زیادی میبینم برای اینکه این صنعت متخصصین زیادی داره و کافی این متخصصین فقط یکم با تکنولوژی آشنا بشن. قطعا میزان کمک که اونا میتونن به کلاینت ها بکنن بیشتر خواهد شد. بگذاریم و وارد بحث اصلی بشیم. ترانسفورمیشن یا تحول چیز جدیدی نیست. شاید میشه گفت یکی از اولین و معروف‌ترین شرکت هایی که مثالش برای شما ملموس باشه که ترانسفورم کرد صنعت خودش رو، مکدونالد بود. فست فود و صنعت برگر رو ترانسفورم کرد. فقط با تغییراتی که توی پروسه داد باعث شد که کیفیت عوض بشه، اکسپریانس مشتری عوض بشه، تمام اینا دست به دست هم داد و باعث شد رشد سریع این شرکت رو مهیا کنه. دیجیتال ترانسفورمیشن هم همراستای همین هستش. عوض کردن پروسه ها، تغییراتی که باعث بشه شرکت ها رشدشون بیشتر بشه. اگه بخوایم دیجیتال ترانسفورمیشن رو تعریف کنیم، میشه گفت محل تلاقی سیستم، پروسه و مردم هستش که مردم منظور ما هم کاستومرها هستن و در درجه اول قبل از کاستومرها کارمندان اون شرکت هستن. تو بحث ترانسفورمیشن ما سیستم رو داریم، ولی وقتی داریم دیجیتال ترانسفورمیشن رو میاریم وسط، خیلی ساده فقط میشه گفت ابزارهای کار ما، سیستم‌های کار ما باید دیجیتالی بشه. اما کماکان ما باید از زاویه پروسه نگاه بکنیم، کماکان باید از زاویه مشتری و کارمندان نگاه کنیم. چرا مهم میشه؟ برای اینکه شما مشتریانتون در عوض میشه. یک شرکتی که اگر مشتریاش از یک رده سنی متفاوت هستن، باید فکر بکنه که پروسه هاش چطور باید درست بشه، که باز میبینیم که محل تلاقیه. پروسه هاش باید چطور چیده بشه که پروسه خرید اون مشتری رو نسبت به اقتضای سنشون مهیا بکنه. از اون مهمتر اتفاقی که الان خیلی داره میفته که دلیل این که دیجیتال ترانسفورمیشن باز داره بوم میکنه اینه که کارمندان شرکت ها دارن عوض میشن. تمام کارمندان جوونن. کارمنده یعنی که به تلفن و سیستم های قوی و تکنولوژی های زیبا، حتی میشه گفت اینترفیس های قشنگ عادت داره، و شرکت هایی که سیستم های کهنه و قدیمی استفاده میکنن خب میتونن خیلی راحت حدس بزنن که کارمندانشون اصلا با این ارتباط برقرار نخواهند کرد، مشکل خواهند داشت. پس دیجیتال ترانسفورمیشن یه جوری میشه گفت تلاقی
این سه تا از تعاریفش رو من نمیخوام بگم، تعاریف خیلی متفاوتی داره، ولی در واقع دیجیتالایز کردن پروسه های سرتاسری یک ارگانیزیشن میشه. ولی من هدفم زیاد تعریف کردن نیست، کلا هم هیچ وقت تعریفی و حفظ کردنی هم خوب نبوده، همیشه دوست داشتم برم مفهوم متوجه بشم. از این بابت قصدم هم این هستش که یکم بشکافم، یکم از تعریف بیایم بیرون، چون خود من کماکان مثلا ویدیوهای سی او های شرکت های بزرگی مثل اکسنچر رو که اصلا یکی از بزرگترین شرکت ها توی تکنولوژی کانسالتینگ هست نگاه میکنم، کماکان صحبت ها کلام چنان سنگین و گنگ هستش که هیچ کس نمیفهمه دیجیتال ترانسفورمیشن یعنی چی. یعنی به قدری گنگ حرف میزنن که فقط من حدس میزنم میخوان مخاطب رو یکم درگیر مطلب کنن، گیجشون کنن که با اکسنچر بیان صحبت کنن. فقط من تنها برداشتی که میتونم بکنم اینه، ولی خب من قصدم اینه که اینو بشکافم و بتونم کمک کنم به چندین دسته از دوستانی که کارآفرین هستن ببینن چه موقعیت هایی هست وارد بشن. همون مثال شرکتی که من براش شروع به کار کردم و دریچه ورود من به این صنعت بود، دقیقا همون کار کردن، یه سری کارآفرین که گپ توی یه سیستم بزرگ توی صنعت بزرگ پیدا کردن. برای دوستان متخصصی که توی صنایع خودشون سالهای سال کار کردن، چه صنایعی هستش که الان نیاز براش زیاد هست، اونا رو خواهم گفت. اگر قول بدین تا آخر پریزنتیشن همراه ما باشین، حواستونم به گوشیاتون پرت نشه، حتما من آخرش توضیح خواهم داد کدوم صنایع خیلی راحت الان میتونن سویچ کنن و وارد دیجیتال ترانسفورمیشن بشن. و در نهایت دوستانی که تازه وارد بازار کار شدن، جوونا، چقدر سری میتونن ترندها رو شناسایی کنن که با یاد گرفتن ابزارهای درست شغلهای خیلی بهتری بگیرم. و چند تا مثال جالبم دارم اتفاقا براتون خواهم زد. فکر کنم کسانی هم که راجبشون میخوام این مثال رو بزنم توی پریزنتیشن باشن، اگه دوست داشته باشن اون موقع میتونن دوربینشون رو واک کنن، خودشون رو به حضار و دوستان نشون بدن تا ببینن بالاخره، یا اگه فرصت باشه راجب تجربهشون بگن. دیجیتال ترانسفورمیشن رو من یه طوری بخوام دوباره تعریفش بکنم که ملموس‌تر باشه، مثل اون حالت مکدونالد که توضیح دادم، این در واقع در کرکره‌ایه. من مثالی که همیشه ازش استفاده میکنم، متاسفانه عکسی که لایسنس مجانی داشته باشه بتونم توی پریزنتیشن ازش استفاده کنم برای یه گروه پیدا نکردم، ولی یک اشکالی که شبیه اوریگامی هستش که شاید شما خیلیاتون دیده باشین و وقتی شروع میکنید به کشیدنش از هر دو طرف همون شکل خودش رو حفظ میکنه ولی هی بزرگتر میشه. دیجیتال ترانسفورمیشن در واقع اینو یه جوری مهیا میکنه برای ارگانیزیشن، ترانسفورمیشن کلن اینو مهیا میکنه. مکدونالد وقتی داشت بزرگ میشد، مکدونالد روز به روز میتونست بزرگ بشه ولی لزوماً شکل ظاهرش عوض نمیشد. تو هر کشوری شما برید مکدونالد همون مدل اپریت میکنه، شاید منو فرق کنه، اونم به خاطر دلایل دیگه است، ولی ساختار بیزنس همونه. دیجیتال ترانسفورمیشن هم همونو مهیا میکنه، برای اینکه ارگانیزیشن ها یه بخش دیجیتال الان دارن، همه کارها توی جای دیگه انجام میشه. شما خودتون میتونید ببینید از صبح که بیدار میشید کارتون رو که میخواین انجام بدید همش توی کامپیوتر و تو سیستم های مختلف هست. بس و لزوما سیستم داشتن باعث رشد شما نمیشه. به این باید فکر کنن که دیجیتال ترانسفورمیشن چطور باعث میشه شما رشد بکنید، همون حالت مکدونالد. و یک سری مثال خواهم زد که راه درستش چیه، کدوم شرکت ها اینو دارن درست اجرا میکنن، کدوم شرکت ها درست اجرا نکردن با اینکه بهترین تکنولوژی ها هم داشتن اما متاسفانه به اون هدف نرسیدن. یه توضیح مختصری بدم برای دوستانی که شاید ندونن اصلا این از کجا شروع میشه، چرا یه ارگانیزیشن به دیجیتال ترانسفورمیشن احتیاج داره، چرا اصلا این بحثا مطرح میشه. بیاین تصور کنید شما میخواین یه بیزنس بزنید. یه بیزنس وقتی میخواین بزنین، اگر در راجع به خیلی قدیمتر صحبت میکنیم، کارها همش روی کاغذ انجام میشده، سندهای حسابداری همه چی روی کاغذ حساب میشد، یه بخش هر کاری
داکیومنت هستش و پروسه. بعد تا وقتی شرکت ها بزرگتر میشن یا اگر در راجع به الان داریم صحبت میکنیم، تمام کارها و پروسه ها توی اکسل، توی اسپریدشیت انجام میشه، ورد داکیومنت براش درست میشه. شما خودتون هم اگر الان بیزنسی دارین یا اگر مشغول راه اندازی یه بیزنس هستین، روی ایده دارین کار میکنین، مطمئنم دارین از این ابزارها استفاده میکنین. و وقتی شرکتتون به درآمدزایی برسه، شرکتتون رشد کنه، کماکان از این ابزارها استفاده میکنین تا لحظه‌ای که دیگه احتیاج به نرم افزار پیدا میکنین. و اصولا هم خب همه سعی میکنن نرم افزار مجانی پیدا کنن و کم کم نرم افزارها تخصصی تر میشه. یکی از نرم افزارهایی که همه معمولا اول میخرن نرم افزار اکانتینگ هستش و کم کم با پیچیده تر شدن بیزنس، بزرگتر شدنش، بزرگتر شدن تیم هایی که اون بیزنس داره، شروع به خرید مختلف سافتور های متفاوت میکنن. و شما حساب بکنید الان یه بیزنسی که داره رشد میکنه، بیزنس چند میلیون دلاری شده، چندین سافتور مختلف داره و این اتفاق ممکنه بیفته که این سافتور ها با هم صحبت نمیکنن، یعنی اینا با هم کانکت نیستن، اطلاعات مشتری شاید یه جای دیگه است و اطلاعات تولید یه جای دیگه است. پس جایی که درخواست های خرید از طرف مشتری ها میاد، تیم تولید اونا رو نمیبینه، با یک شاید تأخیری اونا رو ببینه و این باعث میشه که تیم تولید نتونه به موقع برنامه ریزی بکنه برای تولیدش. و تولید ما وقتی نگاه میکنیم، تولید یه بخشش خرید و تأمین هم هست، پس در نتیجه تولید وقتی نبینه، تأمین هم یه قدم عقبتر از تولید خواهد بود و این پله‌ای میتونه داستان رو به تأخیر بندازه. توی بحثی که ما هستیم، ما داریم راجع به شرکت‌های صحبت میکنیم، دیجیتال ترانسفورمیشن، حداقل در امروز روز از اون صنایعی که شروع شد، از اونجایی شروع شد که شرکت‌ها به اون رشدی که باید برسن رسیدن و دیدن که همین اتفاقی که براتون توضیح دادم داره میفته، با سرعت، به سرعت کافی نمیتونن به جواب مشتری‌ها رو بدن یا اصلاً کار کردن براشون افیشنت نیست، بهره‌وری شرکت‌ها میاد پایین. یکی از اولین قسمت‌هایی هم که معمولاً متوجهش میشن، چون آپریشنش خیلی سنگینه، سندهاش به شدت زیاده، قسمت فایننس و اکانتینگه که دو حالت براشون پیش میاد، یا باید تیمو بزرگتر بکنن یا باید سیستم بهتری پیدا کنن. و اونجاست که ارگانیزیشن ها کم کم به فکر میافتن که خب به جای اینکه ما 10 یا 20 سافتور مختلف داشته باشیم، بیایم یه سری سیستم ها داشته باشیم که تمام ارگان ما رو، سازمان ما رو، شرکت ما رو زیر یه چتر ببره که همه بتونن اطلاعاتی رو که لازم دارن بهش دسترسی داشته باشن. از لحظه‌ای که یک خرید وارد سیستم میشه یا یک مشتری داره روی وبسایت دنبال یه پروداکت میگرده، بخش مارکتینگ شروع به کار بکنه. بخش مارکتینگ که شروع به کار میکنه، سیلز آماده باشه و ببینه که مارکتینگ چقدر لید توی پایپلاینش داره و تا آخر. این جرنی بود که یکم گفتم ملموس‌تر بکنه که اصلا دیجیتال ترانسفورمیشن از کجا میاد. اینو تصور کنید که حالا این میتونه برای اسمال بیزنس هم باشه، لزوماً این فقط برای انترپرایز نیست، ولی انترپرایز شروع کننده این داستان بوده، برای اینکه به جای رسیده که رشدش نیاز داشته به این سیستم ها، به این یک پارچگی. خب دوستان، کسی داستان تارگت رو یادش میاد؟ دست یک سوالی بپرسم، یه اینتراکشنی هم داشته باشیم. البته خودم دیگه نمیبینم چتو. آها اینجاست. یه سوال دارم، تارگت رو اگر یادتون باشه، چی از تارگت یادتونه؟ من اگر اشکالی نداشته باشه میخوام اینجا یک سوال و جواب کوتاه داشته باشیم. تارگت باز شد توی کانادا و متاسفانه داستان شکست بدی هم شد برای صنعت ما. چی یادتونه وقتی تارگت باز شد از اون فروشگاه ها؟ چی یادتون هست؟ کسی از دوستان؟ البته نمیبینم.
خب من برای اینکه حالا نمیدونم دوستان اگر جوابی دارن، خب من جواب دارم میبینم. Never went to target. آها خانم آزاده وسوقیان جواب درستی که من دنبالش بودم و دادن. خیلی بزرگ و خیلی خالی از آدم بود. حالا آدم نه، خیلی خالی از آیتم بود. یعنی اگه تارگت یادتون باشه درسته قیمت یه بخشش بود، ولی تارگت دلیلی که باعث متضرر شدنش و دید بد مردم نسبت به تارگت شد. حالا من باز نگاه میکنم اگه کسی جوابی داده میخونم. دقیقا خانم هادیان فرد گفتن مهسا، اینم نکته خیلی کلیدی بود. خیلی سریع شعبه‌های زیادی باز کردن دیجیتال ترانسفورمیشن. اگه تا الان من توضیح دادم شاید بتونید یه سری مسائل رو با هم کنار هم بذارید، دلیل فیل شدن تارگت رو متوجه بشید. خیلی سریع شعبه‌های زیادی باز کردن و از اون ور مشکلی که مهسا خانم گفتن اینجا they didn't have products. پس یه جورایی میشه فهمید که اگر دیجیتال ترانسفورمیشن درست رایت، این نکته هم دقیقا همون بود، اگر این نکته درست رایت شده بود، چون دقیقا اینا دیجیتال ترانسفورمیشن رو انجام دادن، کجای کار اشتباه کردن؟ چرا دیجیتال ترانسفورمیشن لزوماً آیتی نیست، لزوماً داشتن بهترین سیستم ها نیست؟ دوستان شما میتونید ببینید اینا هدلاین هایی که من پیدا کردم راجع به تارگت. خب خیلی من خوندم چون به صنعت من مربوط میشد. تارگت کانادا had bare shelves but overflowing warehouses. انبارهای تارگت پر از محصول بود اما مغازه ها خالی بودن. و این مقاله رو من توصیه میکنم دوستان اگر علاقه دارن بعدم بخونن. خیلی مقاله بلندی هستش ولی خیلی قشنگ توضیح میده از منظر دیجیتال ترانسفورمیشن حداقل که چرا این اتفاق افتاد. و دوستانی که شاید این لوگو رو بشناسن SAP، همه علاقه دارن SAP بگن، اشکالی نداره، رقیب مایکروسافت هستن و اگه SAP بگین کانسالتنتاش ناراحت میشن، ولی خب درستش SAP هستش. میشه گفت قدیمی ترین، بزرگترین و توانمندترین سیستم دیجیتال ترانسفورمیشن. میخواین اسمشو بذارین، اصالتا اسم میشه گفت جزو دسته ERP حساب میشه، چیزی بود که تارگت انتخاب کرده بود. پس نباید فیل میشد، نباید این اتفاق میافتاد. SAP تکنولوژی آلمانیه، چرا این اتفاق افتاد؟ برمیگرده به اون منظر مدیریت، فکر مدیریت، دیجیتال ترانسفورمیشن، هدف چی بود، برنامه چی بود، میخوایم چی کار بکنیم. تارگت باز شدنش توی کانادا، دوستمون هم اشاره کردن شعبه های خیلی سری، اصلا تصمیم گیری به تارگت برای اومدن به کانادا انگار یک شبه تصمیم گرفته شد. یک شبه وندرها انتخاب شدن. چرا؟ چون SAP بزرگترین سیستمیه که میتونه باشه، یا تارگت آمریکا این سیستم استفاده میکرد، همون مسیر رو ترجیح دادن ادامه بدن بدون اینکه اینو در نظر بگیرن. SAP توی این صنعت معروف به پروداکتی که کم کم 2 سال طول میکشه شما بتونین اون ران کنی. و SAP یک سیستم فوق العاده توانمند و قدری هستش، ولی داشتن SAP بعضی، حالا یه مثال ساده خودمونی بزنم، میگن مثل همسر اختیار کردنه. یعنی دیگه رفتین توی ریلیشنشیپ با یک سیستم، شما نمیتونید به راحتی بیزنس خودتون رو از این جدا کنید. شما نرم افزار اکانتینگتون رو شاید خیلی راحت امروز سویچ آف بکنید، اطلاعاتش رو ازش خارج بکنید، نرم افزار اکانتینگتون رو عوض بکنید یا حتی سیستم های بزرگتر از این، ولی SAP به خاطر نوع طراحیش این خاصیت رو داره و این مورد رو داره. یکی از موردهای جالبی که میتونم بگم این که SAP با اینکه جزو قدیمی ترین هست،
خودش یه جوری میشه که از دیجیتال ترانسفورمیشن عقبه. یه دلیلش هم میتونم بهتون بگم اینه که همه رفتن روی کلاود، SAP هنوز روی کلاود نتونست بره و در نتیجه مجبور شد با مایکروسافت به پارتنرشیپی برسه با رقیب خودش، یکی از بزرگترین رقیبا مایکروسافت داینامیک 365 که من خدمتتون گفتم همون که تسلا داره ازش استفاده میکنه، در واقع رقیب همپای SAP هستش. و SAP به خاطر اینکه از قبل به این فکر نکرده، به این و از این ترند دیجیتال ترانسفورمیشن عقب بود، سیستم کلاود نداره. در نتیجه از رقیب خودش باید استفاده کنه که کمک کنه کاستمرهاش به کلاود برن. حالا راجع به اونم صحبت خواهم کرد. و اما یکم مثال‌های بهتر بزنیم که شما در طول روز وقتی خرید میکنید، جای مختلف میرید، چطوری دیجیتال ترانسفورمیشن رو با چشم خودتون ببینید. شاید حداقل ازش درس بگیرید، نکته بگیرید که اگر میخواید بیزنس بزنید، اگه میخواید توی سر کار خودتون به عنوان کسی که مسئول قسمتی هستین از اینا ایده بگیرین، ایمپروو بکنین. یکی از محبوب ترین مثال های برای من LCBO هستش. LCBO رو حتی وارد دیجیتالش هم نشیم، به بخش ترانسفورمش نگاه کنیم، توی LCBO شما خرید کردن براتون به شدت راحته، برای اینکه تمام میشه گفت محصولاتشون دیسکریپشن داره، میزان شکرش رو گفته، اون قدرت از لحاظ اینکه میدیوم لایت، یک عالمه دیسکریپشن داره پروداکتشون. یعنی این ترانسفورمیشن، این ذهن مشتری مداری، همینجا خودتون میتونید متوجه بشین LCB و دیجیتال ترانسفورمیشنش به کدوم سمته. دیجیتال ترانسفورمیشنش به سمت تفکریه که مشتری من بتونه خوب و براحت انتخاب بکنه. از اونجا شروع میشه، از یه لیبلی که توی فروشگاه شما میبینین شروع میشه تا شما برسیم به بحث دیجیتالش، که این بحث دیجیتالش هست. شما یک پروداکت خیلی راحت میتونید توی وبسایت LCBO سرچ بکنید، بهتون نشون میده که کدوم فروشگاه های دیگه اینو داره. برای دوستانی که شاید اینو فقط یه وبسایت در نظر میگیرن، فقط میخوام متوجه باشین که اطلاعات انبار و محصولات یه شرکت روی وبسایت جا نمیشه. این اطلاعات باید یک جایی باشه. و اینکه چطور اینا به هم انقدر خوب وصل شدن که این اطلاعات با حالا با هر تأخیری که هست انقدر خوب آپدیت میشه که شما میتونید برید تو اون فروشگاه مطمئن باشید اون محصول اونجا هست. این نشون میده این شرکت داره دیجیتال ترانسفورمیشن رو درست انجام میده. دوستانی که تو من دیدم، میگم یه سری از دوستان از آمریکا جوین شدن به وبینار ما، LCBO لیکر بورد استان آنتاریو است. این اوش آنتاریو ماست، توی استانی که ما هستیم خرید و فروش در واقع آزاد نیست، دست بخش خصوصی نیستش. و یه موردش که حالا عکسشون ازشتم اینجا، شما اپ LCBO رو اگر استفاده بکنید به راحتی میتونید ببینید که بارکود رو میتونید اسکن کنید، اگه چیزی دیدین اکانت میسازین، اطلاعات رو ذخیره میکنید. و یه بخشش که برای من جالبه که LCBO از این اطلاعات میتونست به راحتی استفاده بکنه که به شما در واقع پروداکت ها و چیزایی که شما مارک میکنید از فیوریت بهتون هی آفر بده یا بالاخره پروموشن بده. این همبستگی، یعنی LCBO اینطوری بهتون بگم که LCBO سیستم مارکتینگ ضعیفی نداره، به عنوان یه ارگانیزیشن ترانسفورم شده، 100% شده، آپریشنش شده، برای اینکه شما میبینید بخش آپریشنش کاملا وصل به بخش سیلزش، سیلز هم بخش از آپریشنه و از اون ور مارکتینگش هم وصله. اما من اسم میکنم یه خیلی دلیل عمدی شاید داشته باشه، از اون اطلاعات شما به عنوان محصولاتی که شما مارک کردین از فیوریت یا خریداری کردین استفاده نمیکنه که دوباره اون محصولات رو به شما پیشنهاد بده یا ایمیل کنه پروموشن بده. و این از نظر من فقط میتونه یه دلیل اخلاقی داشته باشه، یعنی فلسفه اونا اینه که الکل رو زیاد پروموت نکنن که شما بخرین، وقتی میدونن شما کدوم محصول رو دوست دارین.
پیشنهاد میکنم وبسایت رو چک بکنید، بسیار بسیار قشنگه. حالا ادامه میدیم مثال های دیگر رو ببینیم و در نهایت به اون بخشی برسیم که شما چه فرصت هایی میتونید ازش استفاده بکنید. مثال بعدی که من خیلی علاقمندم بهش باز کنیدین تایر هستش که باز همه جایی میتونید دیجیتال ترانسفورمیشن رو ببینید. این دیجیتال ترانسفورمیشن بیشتر توی سبک جفت LCBO و کنیدین تایر توی میشه گفت توی بیشتر تو صنایع سپلای توی بخش سپلای چینشون و مارکتینگشون هستش و در راستای کاستومر سرویس. یعنی جهت مهمه، شما چی میخواین از این دیجیتال ترانسفورمیشن. برگردیم به مثال تارگت. تارگت دیجیتال ترانسفورمیشنش باید هدفش این میبود که getting set up in 2 years، یعنی in less than 2 years، زیر 2 سال باید آماده میشدن. بعدها میتونستن فکر کنن چطوری سیستمشون رو عوض کنن، یه چیز شاید جایگزین بزرگتر بخرم، ولی هدف اول تارگت اگر این بود زیر 1 سال، زیر 2 سال آپریشنال باشه، پس باید سیستمی انتخاب میکرد که زیر 2 سال باشه. بعد SAP به سنگ بسیار 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 بزرگ بودن معروفه، پس اون خرید اشتباهی بود، سیاست اشتباهی بود. حالا برگردیم به مثال خوب، کنیدین تایر رو میبینید که آقایون معمولا حوصله ندارن تو فروشگاه بگردن. خب این خیلی کمک میکنه به شما، دقیقاً بهتون میگه توی اون فروشگاهی که شما این محصول رو انتخاب کردین میتونید فروشگاهتون رو عوض کنید، در واقع توی کدوم آیل هستش و چند تا ازش مونده. این سرعت و اجیلیتی اورگانایزیشن رو داره نشون میده. یعنی بدون دیجیتال ترانسفورمیشن اصلا امکان پذیر نیست. این بخش هم میبینید که چطور مارکتینگ خیلی زیبا در کنار سپلای چین نشسته، به شما اجازه میده که ویش لیست درست کنی، سیلز آلرت بگیرین. اینا برای این میگم مارکتینگ، برای اینکه اینا قراره نوتیفیکیشنش از طریق ایمیل، SMS و اون مکانیزم ها بیاد و اونا تو حوزه دیجیتال مارکتینگ هستش. تمام اینا رو به هم وصل کرده. مثال بعد دیگه که من خیلی خوشم اومد و برام جالب بود که اینو کشف کردم، روی وبسایت والمارت شما برین الان، من قبلا حداقل زیاد دقت نکرده بودم ولی الان من اینو متوجه شدم، عرضم به حضورتون خیلی تنوع بیشتر بود روی وبسایت والمارت. و یکی از مواردی که برام جالب بود این بود که این فرش صفویه، تولید کنندهش صفویه، روی وبسایت والمارت دیدم و منو کنجکاو کرد، برای اینکه خیلی از محصولات زیاد بودن روی وبسایت و من نمیتونستم اینا رو کنار هم قرار بدم که والمارت چطوری این همه یک شب محصولاتش زیاد شده. یکم سرچ کردم و به راحتی حتی عکس هم میبینین همونه، وبسایت اصلی این شرکت رو پیدا کردم. این یه نوع دیگه دیجیتال ترانسفورمیشنه که والمارت عملا خودش رو یک جوری وصل کرده به وندرهاش. اگه بخوام ساده توضیح بدم، والمارت همه محصولات رو خودش نداره و به عنوان ویترینی قرار گرفته که اوردر رو از شما میگیره و دیجیتال ترانسفورمیشنش اینجا مهم میشه. سرعت عمل، اینکه اطلاعات درست رو داشته باشه. اگر اینجا شما میبینید اینا رو ضرب در خورده، این یعنی اطلاعاتش از جانب وندر اصلی اومده یا اصلا کجا اینا تصمیم میگیرن که اون مرز بین خودشون رو مشخص کنن. این محصولات به عنوان آریه یا کانساینمنت میاد پیش والمارت یا نه، بلافاصله که اوردر میاد به این شرکت ارجاع داده میشه. و دوستانی که الان من دیدم سری دوستان با بک‌گراند اکانتینگ اینجا هستن، این ریونیو ریکگنیشن کی انجام میشه، اونر کی هستش، تمام این مسائل، اینا چیزایی هستش که باید از لحاظ پروسه فکر کرد و بعد از لحاظ دیجیتال دید چقدر قشنگ اجرا شده. این یکی از نمونه‌های خیلی جالب بود برای من که با این کار والمارت عملا داره خیلی راحت خودش رو نزدیک میکنه به کامپیتیشن آمازون بودن. آمازون به جز اینکه ویترین بزرگی هستش برای یک سری از پروداکت‌ها، پروداکت‌های شرکت‌های دیگه،
میشه گفت چیز دیگه ای نیست و والمارت اگر این مسیر رو ادامه بده خیلی راحت میتونه رو در رو وبسایتش رو به عنوان محصول در مقابل آمازون قرار بده. خب دوستان، اینجا اون بخشی هستش که اگر سوالی چیزی دارین یکم سوال جواب داشته باشیم قبل از اینکه یکم بحث بره دیگه تکنیکال تر بشه تا یه سری مسائل رو من بگم. اگر دوست دارین میتونید در واقع میکروفونتون رو باز کنید، سوال رو به صورت صوتی بپرسین، اگر دوست ندارید میتونید اینجا چت بکنید. من اینو فقط یه لحظه استاپ میکنم ببینم اگه کسی سوالی داره گوش میدم. احسان جان، تا دوستان حالا سوالات خودشون رو مطرح کنن، چیزی که من تو صحبت شما تو توضیحات شما خیلی برام جالب بود که اول فرمایشات اشاره کردی انتخاب یک ابزار صحیح و بهینه بود. خیلی وقتا ابزار برمیگردیم با اینکه دیجیتال یک موضوع خیلی جدید هست، خیلی هم به آینده داره نگاه میکنه، ولی یک مثال خیلی قدیمی رو خیلی شرکت ها اشتباه میکنن و توش گیر میکنن و اون جابجایی وسیله با هدف هست. این سرمایه گذاری خیلی سنگینی میکنن روی ابزارهای دیجیتالی، اینقدر اون ابزار مثل سیستم همین SAP که شما مثال زدید یا نرم افزار اینطور اینقدر بزرگ هست، اینقدر نیاز به ترینینگ داره، اینقدر نیاز به آپدیت داره، اینقدر نیاز به ادمینستریشن داره، کل سیستم عوض اینکه از اون ابزار استفاده کنه رشد رو برای خودش محقق کنه، خودش داره میشه اجرا کننده و ایمپلیمنتر اون سیستم داخل خودش. یه جور نقض غرض اتفاق میفته. یکی دو تا شرکت رو دیدم که در خودم کانادا، شرکت قدیمی کانادایی هم بودن تو حوزه مانیفکتچرینگ، دچار این مشکل شدن و دقیقاً شما درست گفتی نمیتونن از توش بیان بیرون. اگه بخوام بیان بیرون و برن سمت سیستم دیگه 2-3 سال طول میکشه و میلیون ها دلار هم باید دوباره سرمایه گذاری کنن. دقیقاً. امیر جان، امیر هرندی سوال دارن، بفرمایید. سلام احسان جان، امیدوارم که خوب خوش باشی، خوشحالم که دوباره میبینمت اینجا و خیلی دارم لذت میبرم از پرزنتیشن که داری. ما یه جوری وسط معرکه درگیر این داستانی هستیم که داری میگی و بله شما که درگیر واقعا حظ میبرم از مثالی که میزنی. احسان جان، یک ما توی آرتین تک تکنولوژی رو داریم فراهم میکنیم، خب ولی چالشی که داریم و چالشی هم هست که من فکرم خیلی از شرکت‌های دیگه هم شاید داشته باشن، اینه که تکنولوژی فراهم شدنش اول ماجراه، ولی بعدش تو خود اون شرکت هایی که تکنولوژی رو از ما مثلا میخرن، حالا همه امکانات هم فرض کن بهشون دادیم، یعنی حتی اون مثلا اون چیزی که گفتی همون لحظه توی انبارش هر اتفاق میفته، نمیدونم توی کاتالوگ میبینن، همه اینا به هم وصله. خب ولی تو اون شرکت لختی خیلی زیادی وجود داره برای اینکه بیان از اون سیستمایی که دارن سویچ کنن، یعنی حتی مثلا اون اونر شرکت هم باز خوبه خوشش میاد فلان، ولی مثلا کارمندا یه کار خیلی کوچیک رو مشخصه که براشون راحت نیست منتقل کردن از یه سیستم. حالا سیستم ما مثل SAP سیستم خیلی پیچیده و عجیب غریبی هم نیست، خیلی خیلی ساده است، یعنی ترینینگش واقعا توی یه روز مسئله، حتی ترینینگ هم نیست، مثلا اینو میخوام بگم، یعنی حتی میدونن که چی کار باید بکنن، ولی اون سیستم منتقل شدن از سیستم سنتیش به دیجیتال ترانسفورمیشنی که بیاد همه چی اینتگریتد باشه و اینا، یه چالشی که من میبینم کمپانی‌ها دارن. حالا بعضی کمپانی‌ها یکم کمپانی مهندسی ترن، نمیدونم خیلی راحت تر چیز میگن، تو کمپانی ایرانی که مثلا ما باشون کار میکنیم داریم کمپانی که خیلی خوب از ما هم جلوترن، مثلا یه وقتی سیستم پیاده کردن میگن حالا اینجاش هم این کار کنی که، و خیلی با اشتیاق دنبال میکنن، ولی یه سری کمپانی ها هستن که سخته براشون. سوال من در واقع اینه که شرکت های مشاوره درست وقتی میان این تکنولوژی رو برای کلاینت هاشون میخوان پیاده سازی بکنن چی کار میکنن برای این چینج منیجمنت، یعنی من فکر کنم
یکی از گیرای اساسی این قضیه چنج منیجمنت و کمپانی های کوچیک هزینه زیادی نمی کنن برای چنج منیجمنت. یعنی آره کمپانی که میره SAP میخره، از اون طرف هم مثلا با مثلا KPMG داره چنج منیجمنتشو میبره جلو، ولی کمپانی کوچیک که مثلا 20 تا 30 تا 5 تا 10 تا کارمند داره یا مثلا حتی و نمیتونه اصلا افورد کنه بره سراغ نرم افزاری مثل SAP و مشاوره مثلا KPMG، خب خرید تکنولوژی هزینه زیادی نمیبره ولی برای چنج منیجمنت هزینه زیادی نمیکنه. این شرکت مشاوره این چنج منیجمنت چجوری هندل میکنه برای شرکت های نسبتا کوچیکتر، حالا میدیوم سایز و کوچیک؟ درست، خیلی سوال جالب بود چون یه نکته قشنگی اشاره کردین دوستان. چنج منیجمنت برمیگرده به نحوه عوض کردن اون کالچر و نگرش کارمندان اون شرکت، یعنی عملا کارمندان شرکت رو و مدیریت رو با خودتون همراه کردن توی این تغییر هستش. و متاسفانه بله شرکت‌های کوچیک توان اینو ندارن که خیلی از چینج منیجمنت استفاده بکنن و در درجه اول اصلا زیاد سراغ اون شرکت‌های مشاوره بزرگ نخواهند رفت. دلیلی که الان اصلا سمال پرکتیس ها وجود دارن همین هستش. شاید سرویس و از لحاظ تکنولوژی ابزارها و تکنولوژیایی که KPMG داره میفروشه با یه سمال شاپ با 15 تا کانسالتنت توی مثلا برامتون یکی باشه، ولی تفاوت توی اون سرویس های دیگه و سایز کلاینتی که هست باش کار میکنن. حالا بحث خیلی مفصله چون وارد چینج منیجمنت میشه که اصلا یه دنیاییه، ولی بخوام یه راهکار پیشنهاد بدم اینه که توی همون چینج منیجمنت میان از یه اپروچ استفاده میکنن که بهش میگن یافت پیدا کردن چمپیونتون. توی اون ارگانیزیشن در یعنی پروژه‌ای که ما انجام میدیم میتونم بهتون بگم بیشتر وقت من فقط در حال خوندن، مثل پوکره، در حال خوندن این آدم هاست، شناسایی آدم هاست، کی تو کدوم تیمه، چه دسته بندیه، و ما از این استفاده میکنیم نه تنها برای تیم سازی خودمون بلکه فیدبک دادن به خودمون شرکت. من در واقع هفته پیش یکی از اتفاقایی که برام افتاده بود، جلسه من با وی پی اون شرکت بود برای اینکه تیم وی پی رو به چالش کشیده بودن و من داشتم به اون کمک میکردم که یه جورایی تیمش رو یه جوری معرفی کنه و بچینه که بقیه تیم که دارن توی این دیجیتال ترانسفورمیشن شرکت میکنن و همشون میگن تیمای ما خوبه و تیم تو فقط بده، این چطوری بتونه خودش رو پرزنت کنه. و بیشتر میبینه بحث آدم هاست. حالا برگردم سر اون نکته، چمپین ها رو باید شناسایی بکنی. شرکت های کوچیک، مثلا من تابستون یادم یه پروژه‌ای داشتیم سمت میلتون ببخشید، شرکت دقیقا کوچیک بود و همین طرف هم نمیدونستن. از روز اول گفتم چمپین هاتون رو شناسایی کنید. گفتن چمپین چیه؟ گفتم چمپین کسیه که میبینید اشتیاق نشون میده، دوست داره. همین الان من از دوستان کسایی میبینم، اینو بستم میبینم که اسمشون رو میبینم که من توی جمع ها باشون بحث و صحبت داشتم که با چه اشتیاقی راجع به کارهایی که توی شرکت خودشون انجام دادن صحبت میکردن. اسمشون رو میبرم که یکم به خوشون افتخار خانم تینا عباسی، من یادم داشتم میگفتن که اصلا کارشون به مایکروسافت ربطی نداره ولی ابزار مایکروسافت توی شرکتشون وجود داره و داشت میگفتش که چطور از ابزارهای مایکروسافت داره استفاده میکنه کارشو بهتر بکنه. اینا یعنی چمپیونا. شما چمپیونا رو شناسایی میکنین و بهشون رول بهتری میدین. حالا این مثال شاید مثال منفی باشه چون این مثال کاملا مثبته. تو مدرسه اگه بچه شیطونو میذاشتن مبصر دهن کلاس همیشه درست میشد. حالا این مثال کاملا برعکسه، یه حالتی که بچه درس خون انگار میذارین مبصر و کل کلاس درس خون میشه. این اپروچی هستش که شرکت های کوچیک فقط میتونن افورد کنن. مرسی احسان جان، خیلی اپروچ خوبیه. فقط یه سوال دیگه هم اگه نمیدونم فختش بشن، این چمپیون رو که شناسایی کردی، آیا یعنی تکنیک های برای موتیویشن این چمپیون چیه؟ یعنی از هم موتیویشن خود شما موتیویشن استفاده میکنی یا اینکه اینسنتیو یا موتیویشن حالا چیزی دارید؟ آره، که ببین اون بیشتر سر شغل. آره، اولیش همون اینسنتیو نداشته باشه سخت میشه. یعنی اصلا چون بحث انسان هست
اگر اون موتیویشن و خود اون ارگانیزیشن نداشته باشه کارش نمیشه کرد. یعنی من خودم راضی نیستم وارد این پروژه بشم. اگر شما با شرکت های کوچیک سر و کار دارین که تصمیم گیرنده خود شما این و میبینین وارد قرار با یه ارگانیزیشنی وارد یک معامله بشین که توشون اشتیاق رو نمیبینین، رئیسش یا صاحب اون شرکت عملا اینو داره میخره که من اینو دارم برای تیمم میخرم، به من هیچ ربطی نداره، من خودم شخصا وارد این همچین اشتراکی نمیشم، شراکتی نمیشم، چون ما روابطمون رو با کلاینت هامون میگیم پارتنرشیپ، خرید و فروشی نمیگیم، میگیم ما پارتنر داریم میشیم، قراره یه کاری انجام بدیم. من شخصا ترجیح میدم وارد همچین پارتنرشیپی نشم، ولی وقتی میشین دیگه واقعا راهی نداره. من اگه اجازه بدیم برگردم روی پرزنتیشن که بعد دوباره استوب خواهیم داشت روی این. خیلی ممنون هستش. مرسی از شما، از سوالای خیلی خوبتون. مثلا راجع به این بحث هیومن داستان، چون همش میگیم دیجیتال، فکر فقط توی کامپیوتر، ولی یادمون میره که این کامپیوترها فقط ابزارن، اون هیومن اگر اینو استفاده نکنه به درد نمیخوره. یه حالت توضیح کوچیک برای دوستان که یکم تکنیکال ترن که چی شد یهو اصلا دیجیتال ترانسفورمیشن شکل گرفت؟ مگه قبلا ما آی تی نداشتیم؟ مگه ما سیستم های دیگه نداشتیم؟ چیا اومدن دست به دست هم دادن؟ من یادم وقتی اومده بودم کانادا دلیوری هیچ چیزی وجود نداشت عملا، یعنی دلیوری حالت غذا، اینکه یه چیزی بیارن بدن، و اوبر وقتی اومد زمینه مهیا بود، فقط انگار یک عنصر این وسط کم بود و اوبر اومد پلتفرمی شد که همه اون آدمایی که توی این کشور وجود داشتن شروع کردن به کار دلیوری کردن و سفارش دلیوری دادن، که من همیشه توی جمعه و جلسات که میگم یه دوستی داریم که میگه که اوبر کاری کرد که سوپر دریانی توی تهران میکرد، عملا کار خاصی نکرد، ولی خب خیلی مهمه این عنصر تغییر دهنده چیه توی بحث دیجیتال ترانسفورمیشن. من اینو صرفا مردیون کلاود میدونم، چون میگم تو اسلاید بعد دو تا عنصر دیگه بود، عنصرهای دیگه بودن، ولی کلاود که اومد باعث سرعت بخشیدن، همکاری بیشتر و راحت تر کردن تمام این کارا کرد و این باعث شد که دیگه بحث دیجیتال ترانسفورمیشن یه بحث خیلی عمیق‌تری بشه، چون دیگه کانکتیویتی همه جا برقرار بود. شما میبینی با کلاود اپ LCB تون رو با میکنین، یه چیزی رو سیو میکنین، بعد روی کامپیوترتون هم اگه برین فیوریتاتون رو نشون میده، ابزارهای دیگه. این کلاود، این کانکتیویتی باعث شد به نظر من به این به اوجش برسه. در کنار اون قبلا چی مهیا بود که این داستان اتفاق افتاد؟ سیستم ERP Enterprise Resource Planning. دوستانی که شاید این ترم قبلا نشنه، SAP در واقع Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning هم من دلیلی که اینو گذاشتم برای اینکه سیستم های فوق العاده بزرگی هستن، یعنی شما اگر یک شرکت، یک مجموعه، تو ایران شرکت نفت میدونم از SAP استفاده میکنه، شما فکر کنید شرکت نفت چقدر بزرگه، همونو ببرید توی دنیای دیجیتال تو ذهنتون، سیستمتون، سیستم کامپیوتریتون باید به همون بزرگی باشه، پس باید خیلی بزرگ باشه. برای همین بهش میگن Enterprise Resource Planning. و Enterprise Resource Planning در واقع یه نرم افزار وحشتناک بزرگ حساب میشه، من از این مثال هم استفاده میکنم، برای اینکه کانسالتینگش هم کار تخصصی حساب میشه، مثل اون مثالی که میگن یه کشتی خراب شد و برای تعمیرش تعمیرکارش فقط یه پیچ رو عوض کرد، درآمد هنگفتی و فاکتور هنگفتی رو درخواست کرد و وقتی بهش گفتم ببین شاید من کار من عوض کردن یک پیچ بود، ولی بفهمم تو این کشتی بزرگ کدوم پیچ رو عوض کنم که این کشتی راه بیفته، من پول اون تخصص رو میگیرم. و این دقیقا تو این سنت درسته، یکی از دلایلی که ترغیب میکنم دوستان با بک‌گراند های مختلف بیان به خاطر این پتانسیل های این رشته هم هست. این سیستم بزرگ رو تصور کنید که تیم فروش، بچه‌هایی که توی ریتیل شاید کار کردن یا شرکت‌های بزرگ اکسپوز بودن، حالا بچه‌هایی که توی ریتیل کار کردن، اون سیستمی که شما اطلاعات رو وارد می‌کنید، مطمئن باشین اون شما فقط یک بخش کوچیکی از اون انترپرایز ریسورس پلنینگ یا داستان دیجیتال ترانسفورمیشن اون
شرکت هستیم. در واقع ERP اولین قدم این داستان بود. ERP وجود داشت، اپریشن های شرکت بر دیجیتال شدنش وجود داشت، اما چون کلاود نبود، ERP به چیز خاصی وصل نبود، فقط در حد همون ارگانیزیشن بود، ERP به راحتی نمیتونست به وبسایت وصل بشه. اون اگه میبینین کنیدین تایر الان یا LCBO خیلی راحت اطلاعاتش اونجوری در اختیار شما قرار میده، برای اینکه خیلی راحت سیستم انبارداریش، تمام سیستم حسابداریش، همه اینا به از طریق کلاود، از طریق اینترنت به وبسایتش وصل میتونه بشه با سرعت خیلی بالایی. برای همین میگم ERP بود، ولی عنصری که در واقع این جرق قرار زد کلاود بود. و سیستم دیگه که جدیدن بعد از ERP، در واقع میشه گفت این سیستم یک عضو کوچیکی از ERP بود، ولی چون دنیا تو اون فهمش نبود در اون زمان، ازش استفاده نکرد و یه شرکت به اسم سیلز فورس خیلی راحت در زمان مناسب از این گپ استفاده کرد. دنیا شدیداً داشت میرفت به سمت کاستومر سرویس، مهیا کردن اطلاعات خوب برای مشتریان و همچنین کسی که اون پشت نشسته و باید شما رو علایقتون همه چی رو بشناسه که بتونه بهترین سرویس رو بهتون بده و همچنین دسترسی سریع به اطلاعات داشته باشه. سیلز فورس با در زمان فکر میکنم مناسب با جدا کردن اون بخش از ERP و به صورت یه پروداکت جداگونه و خیلی خوب ارائه دادنش باعث شد که CRM هم به این معادله اضافه بشه. حالا سیلز فورس اولین CRM نبود، ولی خب سیلز فورس میتونم بگم همون داستان اوبر این داستان بودش. پس ERP و CRM بود. اومدن کلاود باعث شد این اتفاق خیلی شدت بیشتری بگیره. این اسمایی که من میبرم، پس کسانی که الان میخوان وارد این مبحث بشن، اینا کیورد هایی هست که شما باید از فردا برین دنبالش. اگر آدم های بیشتر تکنیکالی هستیم، باید بریم به سمت اینکه کلاود رو چطوری یاد بگیرین، از کلاود چطوری استفاده کنین. اگر توی بخش آپریشن هستین یا حیطه کاری شما توی ERP قرار میگیره، برید اونا رو یاد بگیرید، سیستم‌هاش رو بشناسید. اگر توی قسمت بازم آپریشن حساب میشه، CRM واقع میشه گفت آپریشن مارکتینگ، آپریشن سیلز، اصطلاحا میگن سیلز آپ، مارکتینگ آپ. اگر تو اون حوزه هاست، اونها رو یاد بگیریم. پس این سه تا معادله کنار، این سه تا عنصر در واقع کنار هم، حضور قبلی ERP و CRM و اومدن کلاود باعث شد که دیجیتال ترانسفورمیشن واقعا به شکوفایی برسه و بتونه به تکنولوژی های دیگه، تکنولوژی های جدید هم یه معنی بده، چون عملا خیلی از این تکنولوژی ها قبلش شاید بودن یا همزمان بودن، ولی استفاده ازشون بی‌معنی بود. تمام این تکنولوژی های دهم پر کن، اینترنت آف ثینگز، چیزی که الان توی اینداستری 4.0 خیلی مهم شده. شما اینترنت آف ثینگز، برای دوستانی که نمیدونن، در واقع میشه گفت سنسورهایی هستش که توی روی دستگاهاتون، روی اجزای مختلف نصب شده و این اطلاعات رو جمع میکنه و به شما خبر میده. ولی شما اگه یه سیستم مرکزی مثل ERP نداشته باشین، این اطلاعات رسیدنش به شما چه کمک میکنه؟ کل آپریشن شما رو چطور میتونه ارزش بهش ببخشه؟ یکی از موردهایی که من دیدم کاربردش توی شرکت‌های تولید کننده ماریجوانا بود که به خاطر رگولر بودن، دمای اتاق، رطوبت، شرایط اتاق، نور، اینا باید دائما ریکورد بشه. و اگه فکر میکنید دنیا خیلی پیشرفته و همه دارن از تکنولوژی استفاده میکنن، باید بگم که نه، هنوز هم شرکت‌هایی هستن که یک نفر رو هر نیم ساعت یه بار میفرستن توی اتاق فقط اینا رو یادداشت کنه از روی درجه. ولی بودن ERP باعث شد که بعد داشت اون شرکت باید ERP رو داشته باشه. اگه ERP رو نداشته باشه، در واقع IoT هم براش معنی نداره. IoT میخواد اطلاعاتش رو کجا ذخیره کنه؟ میتونه در واقع توی یه اکسل بیاد، اصلا اکسپورت بشه، ولی ارزش اجرایی به شما نمیده. یعنی با اون اطلاعات شما میخواییم بعداً چی کار بکنیم، جلوی تولیدتون رو بگیریم، چه اکشنی به شما میده، اون مهمه. حضور اون سه عنصر اصلی که گفتم،
دیجیتال ترانسفورمیشن رو شکل داد باعث شد اینترنت آف ثینگز هم یه جای بهتری پیدا کنه، راحت بتونه بیاد توی صنعت، ماشینالات خیلی راحت بتونن از اینترنت آف ثینگز استفاده کنن که پردیکتیو مینتیننس یا اطلاعاتی که مربوط به دستگاه ها میشه رو به سیستم مرکزی ارائه بدن. Artificial Intelligence کلمه دیگه دهن پر کنیم که ما خیلی ازش استفاده میکنیم، AI، هوش مصنوعی. اگر سیستمی نداشته باشین که قرار کارهای شما رو هندل بکنه، داشتن یه همچین تکنولوژی که قرار به شما کمک کنه بهتر فکر کنین، تصمیم بگیرین، در واقع آنچنان ارزشی نداره. ولی وقتی میاد توی زمینه‌ای مثل ERP، Artificial Intelligence خیلی راحت میتونه به کل سفارش‌های فروش و خرید و تولید شما نگاه کنه و شروع کنه به پیشنهاد دادن که شما بر فرض فورکاستتون باید چطوری باشه، پروداکشنتون رو چطوری برنامه‌ریزی بکنید. میتونه خیلی بیشتر و عمیق‌تر به اون داده هاتون نگاه بکنه و بهتون پیشنهاد بده تو بخش دیمند پلنینگ. بلاکچین به عنوان تکنولوژی که اتفاقا هفته پیش راجع به این من یه پریزنتیشنی داشتم، بلاکچین در سپلای چین، میشه گفت تاپیک خیلی مورد علاقه من شده به خاطر حالت دموکراتایزیشنی که داره به دنیا میده. بلاکچین هم حتی میتونه الان به راحتی وارد دیجیتال ترانسفورمیشن بشه. Augmented reality، اینکه چطور برفرض اطلاعاتی که برای مینتیننس، یکی از کاربرداش این هستش که یک کاربرد بهتر براتون بزنم، الان به ذهنم رسید. با augmented reality شما فکر کنید یک نفر با زدن یکی از اون عینک‌های مخصوص میتونه وارد یه warehouse بشه و اطلاعاتی که سیستم ERP داره بهش میگه که تو کدوم آیل، تو کدوم قفسه برو، کدوم محصول و وردار رو به اونا بگه. چون یکی الان یکی از چالش هایی که با این کلاینت جدیدم من دارم اینه که سیستم جدید قراره بهشون پیشنهاد بده، سیستم قراره با نالجی و دانستهی که میدونه کدوم محصول کجا هست، کدوم محصول نزدیک به اکسپایری دیتش هستن، چه اون رو انتخاب بکنه و به کارگر انبار بگه که از کجا باید پیکاپ کنه. ولی مثلا این کارگر انبار خیلی هاشون نکه روتیشن آلام هستن، نمیدونن انبار لی اوتش چیه، کجاست. خب وقتی اینو فکر بکنید، augmented reality چون یک سیستم مادر وجود داره، سیستم در واقع اپریشنال برای یه بیزنس وجود داره، میاد یه ولیو اضافه میکنه و کمک میکنه که اون شخص کارش رو بهتر انجام بده. یه نکته بگم اینجا الان یادم افتاد اینه که اصلا یکی از هدفهای دیجیتال ترانسفورمیشن میگن empower your employees، کمک بکنه که کارمندان کارشون رو بهتر انجام بدن. تو بحث تولز خریدن، سافتور خریدن و حتی پروژه های ما خیلی پیش میاد، متاسفانه افراد فکر میکنن سیستمی که خریداری شده قرار کارشون رو براشون انجام بده. من تو یادم میاد برای یک پروژه ها تیم سیلز، امیدوارم به کسی بر نخوره ولی این توی پروژه ها معروفه، میگن تیم سیلز تنبل‌ترین تیم هن، همیشه میخوان سیستم کارشون انجام بده، معمولا ترینینگشون همیشه آخر از همه انجام میدن. من دیده بودم که میگفتن خب من مثلا توضیح میدم تو ترینینگ، میگم که چطور از این سیستم استفاده کنید که کارهاتون رو بهتر منیج کنید، اطلاعات مشتریاتون دسترسی داشته باشیم، ولی سوالای میاد در حالت این که خب میتونم مثلا من با سیستم حرف بزنم برام این کارو انجام بده. و اینو باید در نظر بگیریم که این سیستما قراره کمکتون کنن شما کارتون رو بهتر و افیشنت تر انجام بدین، قرار نیست کار برای شما انجام بدن. تأثیر بعد از کووید خیلی واضح بود توی این بحث. شما دیدین ارگانیزیشن کنایی که یا دیجیتال ترانسفورمیشن توش وارد شده بودن آردی، خیلی راحت کارمنداشون از خونه شروع کردن به کار کردن بدون اینکه مشکلی داشته باشن، نه وی پی این لازم داشتن نه چیزی، خودمون وی پی این درد سرای خودشو داره. ارگانیزیشن هایی که این کار رو نکردن با چالش مواجه شدن،
اورگانایزیشن هایی که اینو برای کل سیستمشون نه تنها فقط برای کارمندا بلکه برای کل آپریشنشون در نظر گرفته بودن، نه تنها رونیوشون پایین نیومد بلکه بالا هم رفت. یه مثالش هم که اول من گفتم، یکی از بهترین و محبوب ترین فروشگاه ها وینرز یا مارشالز، کماکان به خاطر اینکه فکر نکرده بودن به این، و شاید هم سیاستشون اصلا اینطوری است که طرفداران شیفتشون رو اونطوری نگه دارن، از این موج استفاده نکردم و اون اینونتوری اونجاست. من خودم به شخصه به عنوان طرفدار شیفته اون فروشگاه دارم فکر می‌کنم که لذت بخش‌ترین قسمت اکسپریانس من با اون بیزنس رفتن و گشتن توی اون آیلا، پیدا کردن محصولات جالب هستش. خب آنلاین شاپینگ آیا غیر از اینه؟ با آنلاین شاپینگ در واقع ساعت‌ها ما وقت می‌گذرونیم فقط توی اکسپلور کردن چیزهای جالب و دیدنی. یه وبسایتی جدید کشف بکنیم ما فقط ساعت‌ها میریم توش اکسپلور میکنیم. خب این همون حالت، همون اکسپریانسی که کلاینت میخواد، فقط به حالت مجازی. و مدیریت این شرکت چون اعتقاد نداره، حالا شاید هم پیدا کردن یا نمیدونم، الان بالاخره تریبونی نیست که اونا خودشون دفاع بکنن، ولی عملکردشون اینو الغا میکنه و من برداشت دیگه‌ای نمیتونم ازش داشته باشم. پس افتر کووید این تاثیر رو دیدیم و یه مژده‌ای میتونم بدم. یکی از دلایلی هم که خیلی خوشحالم این وبینار الان اتفاق افتاد، چون برنامه‌ریزیش و صحبتش رو قبلا کرده بودیم، به شدت نیرو برای کانسالتنت توی دیجیتال ترانسفورمیشن زیاد شده. اورگانایزیشن ها بیشتر از پیش به این فکر افتادن و در نتیجه شرکت هایی هم که این کار میکنن نیاز دارن و اونجاست که من توضیح خواهم داد چطور میتونید وارد این صنعت بشین. خب اولین اپورتونیتی ها رو که شروع میکنیم در برای بیزینس هاست. افرادی که بیزینس دارن، پرکتیس دارن، چطور میتونن از این موج استفاده بکنن، از این ترند استفاده بکنن و یک کسب و کاری شروع بکنن، استارتاپ ها و بیزینس ها. یکی از مثال هاش شناسایی اون گپ هایی هستش توی صنایعی که میشناسن و مثالش، مثال خود من دقیقاً همونطوری که من وارد این صنعت شدم همونه. استارتاپ و بیزنس، نیو پروداکتس کاورینگ دی گپ، ISV این اصطلاح به خاطر نگه دارین خواهشن، ایندیپندنت سافتویر وندر، اینو به کسایی میگن که سیستم های بزرگی مثل SAP، مایکروسافت، اونا که در واقع میشه گفت فکر خیلی جاهای بیزنس رو کردن ولی کماکان برای صنایع خاص گپ دارن، یه اکوسیستمی درست کردن بهش میگن ISV. شما اجازه داریم به عنوان کسی که با اون محصولات، با اون شرکت ها کار میکنید، برید دست ببرید توی کد اون شرکت ها محصول درست کنید. پس شما اگر توی این صنعتی هستین که دارین سافتور درست میکنین یا سافتوری دارین آردی میفروشین، اگر میخواییم پتانسیل فروشتون بره بالا و کاستومراتون به جای اینکه کاستومرای فقط سمال سایز باشه به سمت انترپرایز برین، برید دنیای ISV رو اکسپلور کنید، ببینید چطوری میتونید محصولاتتون رو تو ویترین شرکت های انترپرایز بذارید. اپورتونیتی دیگه سرویسز اندستریه، ولی این SI مخففمون نیست. SI بهش میگن سیستم اینتگریترز. سیستم اینتگریترز به شرکت های میگن که تخصص اینو دارن که برای شرکت ها ابزارهای درست رو انتخاب بکنن، یا شرکت هایی که ابزارهاشون رو از قبل انتخاب کردن، مثل شرکتی که من باهاش همکاری میکنم، ما فقط تصمیمشون این بوده که با مایکروسافت کار میکنن، در نتیجه تخصصشون از کنار هم قرار دادن و دیجیتال ترانسفورمیشن توی صنایع مختلف با ابزارهای مایکروسافت هست. پس شما میتونید تخصصهای مختلف رو کشف بکنید، ببینید چطور میتونید ابزارها رو میشه گفت در واقع نصب کنید، بارگذاری کنید، آماده سازی کنید برای اون شرکت ها. یه مورد دیگه خیلی که خیلی جالب هست برای افراد با تجربه یه صنعت، خود صنعت نه تکنولوژی، لزوما اصلا نباید نالج تکنولوژی داشته باشن، در زمینه وندر سلکشن کمک میکنن. یک سری بیزنس ها صرفا کارشون این هستش که وقتی یه RFP میاد، یه پروپوزالی میاد، کمک میکنن به اون شرکتی که قراره این سافتور ها رو خریداری کنن، این سیستم ها رو خریداری کنن، وندر مناسب انتخاب کنه. چطور
مثالش این خواهد بود که یک شرکتی که مثلا پروداکشن داره، یا مثال بزنم از صنعت خودم، ما وقتی توی شرکت های ماریجوانا RFP هامون برنده می شد و می رفتیم جلسه که دمو داشته باشیم، یک شرکتی بود فقط کارش بندر سلکشن بود و اون افرادی از اون صنعت، از صنعت پروداکشن، از صنعتی که شاید حالا ماریجوانا جدید بود ولی بالاخره پیدا می شد کسانی که اون صنعت رو می فهمیدن، می شستن و ما رو به چالش می کشتن، نه با سوال های تکنولوژی، با سوال های کاربردی صنعتی، سوال هایی که مثل اینکه چطوری تولید رو میتونید برنامه ریزی کنید، چطور فروش رو میتونید مدیریت کنید، سوال های این چنینی که کمک کنه کلاینت نهایی با ببینه کی آماده تره، کی محصول بهتری داره. Development Partners Extension، تمام سیستم های بزرگ به هر حال گپ دارن. توی پروژه ها اتفاقی که میفته اینه که لزوماً همه نمیتونن برن یا نمیخوان برن برای اون گپ هاشون از سافرهای کوچولویی که برنامه ریزی شده مثل اد آن قرار روی اون سیستم قرار بگیر استفاده کنن. ترجیح میدن یه برنامه نویسی جزئی انجام بشه، یه کد نویسی انجام بشه و اون چیزی که میخوان توی سیستمشون اجرا بشه. چون این هم باید در نظر بگیرین، ISV در واقع monthly subscription خریدن از یه شرکت، ولی این extension اون شرکت نهایی، اون کاستومر یک بار پول میده، اون تغییرات توی اون سیستم براش انجام میشه. دوستانی که کار software development میکنن، یکی از opportunity ها براشون این هستش که ببینن اون زبونهای برنامه نویسی، اون سیستم ها چه نیازهایی دارن، برن به سمت این که کمک بکنن به این SI ها، اونایی که کار implementation رو انجام میدن. چون گفتم تو کانسالتینگ ما بخش انسانی خیلی زیادش، SI فقط لزوماً به عنوان اینتگریتور کسی که دلیوری میکنه با سیستم سر و کار ندارن، با مردم، با تیم، با پروسه ها، با خیلی چیزا چالش رو سر کله باید بزنن. و اون بخشی که تکنولوژی باید دیولپ بشه، میتونن دوستانی که کار سافتور دیولپمنت میکنن کمک بکنن به این شرکت ها، باهاشون پارتنرشیپ داشته باشن که دیولپمنت هاشون به اونا داده بشه. این اتفاق الان اینم بگم که این اتفاق داره تو کشورهای دیگه خیلی میفته، یعنی شاید پارتنر SI اینجاست ولی دیولپمنت پارتنر توی چین، توی روسیه، توی اوکراین، توی هند که از قدیم میدونستیم، ولی اینا کشورهای جدیدی هم هستش که توی چین هم ما داره میبینیم زیاد شده. اروپای شرقی یکی از محبوب ترین کشوراست برای من، کار کردم باهاشون از لحاظ اخلاقی. این اتیتیود، اخلاق، شخصیت خیلی مهمه توی این صنعت. و اگه بخوام رک بگم، یکی از دلایلی که من میخوام کامیونیتی ایرانی تو این بحث زیاد بشه اینه که برند کامیونیتی ایرانی، برند مهربون، بدلنشین و فوق‌العاده متخصص هست و این خیلی مهمه. چون به وفور من پروژه هایی بودم که کانسالتنت بعد اولین جلسه با کلاینت از پروژه کنار گذاشته شده، چون از طرز صحبت کردنش، از طرز برخوردش کلاینت خوشش نمیاد. شما با آدم ها سر و کار دارید، برای اینکه با آدم ها قرار کار کنید که براشون پروسه های آینده شون رو بچینید، که اون پروسه ها قراره توی تکنولوژی اجرا بشه، ولی همش کار شما با آدم هاست. این یه ساید نوتی بود که گفتم چرا من واقعا دوست دارم کامیونیتی ما خیلی بیشتر وارد این صنعت بشه. Industrial Manufacturers، این خیلی جدیدن من باهاش آشنا شدم. خب ما توی کامیونیتی ایرانی خیلی شرکت ها رو من میشناسم که دستگاه ها و ماشین‌آلات تجهیزات صنعتی میسازن و یکی از مشکلاتی خیلی شرکت های تولیدی دارن وقتی ERP میخرن، این یه مثال کاملا واضح بگم، ERP میخرن، توی هر ERP ماجوال یا قسمتی که پروداکشن یا تولید رو برنامه ریزی میکنه یکی از اصلی ترین قسمت هاست و خیلی ساده یک سری شرکت ها نمیتونن ازش استفاده کنن، برای اینکه تولیدشون طوری هستش که دستگاه ها باید اطلاعات لایو بدن و
تولید کننده اون دستگاه ها هیچ وقت به این فکر نیافتادن که اون سیستم هایی درست بکنن یا اون بخش نرم افزاریش رو طوری طراحی کنن که به راحتی بشه با در واقع با سیستم ERP صحبت کنه، اطلاعات رد و بدل کنه، و این باعث میشه که یه باعث حالت لحاف چلتیک شدن اون شرکت میشه و دردسرش رو زیاد میکنه، چون مجبوره بره یه دونه نرم افزار پروداکشن مجزا فقط بخره برای اینکه با اون دستگاه بتونه صحبت کنه و بعد در نهایت اطلاعات اونو بگیره و ببره تو ERP که کارهای اینونتوری و حسابداریش انجام بشه. و حالا به خاطر تایم منیجمنت، درسته اینو من آدر اینداستری زدم، ولی یه سری نکات تو ذهنم بود که بگم، ولی به خاطر تایم منیجمنت ازش میگذرم. یه مثال میخوام بزنم دوباره، ولی این مثال از دوستان خودمون هستن، الان هم فکر کنم توی جلسه حضور دارن. یه داستان خیلی خوبی که باید من سکسس استوری ها رو دوست دارم، برای خودم، زندگی خودم، اتفاق خودم، برای خودم به شخصی، چون حالت سکسس استوری بود، خودم دوست دارم با تعریف اون بقیه رو ترغیب بکنم بیان و به این صنعت وارد بشم. از دوستان هم وقتی میبینم دوست دارم اون داستان تکرار بشه. یکی از دوستان ما در واقع اینطوری بگم که توی صنعت فروش قطعات افتر مارکت کترپیلار هستن و این صنعت ببینید چقدر نیشه، این تعریف چقدر نیشه. کترپیلار خودش یه برنده، افتر مارکت پارتس خودش یه نیش، قسمت نیشیه برای خودش. و اتفاقی که برای دوستمون افتاد، آقای کیان، علی شالا تو سوال جواب شاید خودشون فرصت بشه یکم اطلاعات بدن بهمون. سیستم از CRM شروع شد، تا اونجایی که من میدونم از CRM شروع شد. CRM کم ما نداریم تو بازار، ولی بحث دیجیتال ترانسفورمیشن وقتی میاد، اون کاستومایز شده، اون اکسپریانس، اون چیزی که کاستومر میخواد مهم میشه. به فکر این افتادن که برای مشکل خودشون اول حل بکنن، یه سلوشن برای خودشون درست بکنن، و بعد از اینکه اون سلوشن رو برای صنعت خودشون که گفتم خیلی هم نیش هستش با اون تعاریفی که داره، اون مسئله رو برای خودشون وقتی حل کردن، به سادگی دیدن که این سلوشن برای خیلی شرکت‌های دیگه کاربرد داره. و خب آدم‌های اینوویتیو معمولاً بیکار نمی‌شینن و پرابلم هم معمولاً تموم شدنی نیست. شما تازه با ورود به یک صنعت، به یک قسمت، تازه میتونید مشکل‌های دیگر هم ببینید، که من بعدها دیدم که چون برای این پریزنتیشن داشتم آماده می‌کردم، تو واقعاً بهشون پیغام دادم اجازه بگیرم که اجازه دارم این داستانو شیر کنم، دیدم که محصولات جدیدم اضافه کردن. پس یه بخش دیجیتال ترانسفورمیشن که میتونه بیاد از کسانی هستش که تو اون صنعت هستن. کسی که این سیستم رو نوشته خودش برنامه نویس که نبوده، توی یه صنعتی بوده که یه نیازی احساس کرده برای خودش و در واقع کانترپارتاش، و اون سیستم رو نوشته و در واقع آفر داده به مارکت. خب میرسیم به یکی از قسمت‌های محبوب من توی این پرزنتیشن، که دوستانی که دنبال جاب اپورتونیتی هستن، دوستانی که متخصصین صنایع هستن، کسانی که لزوماً حالا نمیخوان شرکت بزنن، نمیخوان کارآفرینی بکنن، از این موقعیت خودشون با این توان و سوادشون چطور استفاده کنن. مژده‌ای که من میتونم بدم، حالا اینا رو من چون خیلی تخصصی میخوام یک کم راجبشون صحبت بکنم، برای بقیه دوستان شاید ملموس نباشه، چون شما ممکن از کارهای اکانتینگ سر در نیاره، یه نفرم از پروداکشن سر در نیاره، پس پیشا پیش پوزش میخوام اگه بعضی از این مطالب گنگ هستش. راحت ترین راه ورود به این صنعت برای اکانتنت ها و دوستانی هستش که تو فایننس هستن، اگه میخوام متوجه بشن چرا، برای این هستش که گفتم یه ERP وقتی قرار نصب بشه، حالا قبل از این که اصلا وارد ERP بشیم، توی اون داستان
تحول این مسیر هم گفتم اولین نرم افزاری که اصولا یه شرکت معمولا سفارش میده نرم افزار اکانتینگ هست. پس در نتیجه اکانتنت ها دو تا اپورتونیتی دارن. یک، به عنوان مترجم تخصص خودشون میتونن برن توی شرکت های تولید نرم افزار کار بکنن، شرکت های تک کار بکنن، کمک بکنن اونا سیستم های درستی درست بکنن. اگر فکر میکنید هنوز این صنعت، یعنی اگر فکر میکنید این صنعت به اندازه کافی دیگه محصول داره و دیگه جا نداره، من میتونم بگم اشتباه میکنید، چون من هنوزم میبینم مثلا توی بحث فورکاستینگ گپ خیلی زیاده و من میشنوم که خیلی ها دارن روی فورکاستینگ کار میکنن. اپورتونیتی دوم برای کسانی که توی اکانتینگ و فایننس هستن، اگر نخوان مستقیما وارد اون شرکت سافتوری بشن یا جایی بشن که پارتنر دیولپمنت بشن، اینه که وارد کانسالتینگ بشن و توی کانسالتینگ شما هر واقع کمک میکنید اون شرکت که تا الان توی لول کوچیکتری بوده آماده بشه برای اینکه رشد بکنه. و این معمولا لازمش اینه که اینجور افراد خودشون جاهای بزرگتر کار کرده باشن، چون مثل پروژه میمونه که شما یه چیز، شما تجربه زیادی دارین، جاهای بزرگ کار کردین، چیزهای بهتر رو دیدین و دارین به این نفر که هنوز خیلی اول راه کمک بکنین. کارهایی هم که میکنن برای اینکه ملموس‌تر باشه براتون، اگه یه ERP قرار ستاپ بشه اولین کارش اینه که چارت آف اکاونت چی هستش، اصلا کمک کنین چارت آف اکاونتشون رو عوض کنن، چطوری ستاپ بکنن قبل از اینکه برن توی ERP، فاینانشال دایمنشن‌هاشون چی هستش، فیکس اسست چطوری باید منتقل بشه توی ERP، تمام این حساب کتابا، تمام اینا چیزایی هستش که اکانتنت ها رو در رو با کلاینت میشینن، چون کلاینت هم تیم اکانتینگ و فایننسش رو داره دیگه، شما در واقع کمک میکنید اونا به اون قسمت بیان. کاستومر سرویس دوباره یکی از بخشایی که به نظر من خیلی جای کار داره. مثالش هم اگر بزنم فکر کنم ایشون هم باز توی این جلسه حضور دارن، امشب من با یکی از دوستان صحبت میکردم، خانم مهسا، جوان هستن، هنوز دانشجو هستن، برای من این جالبه، برای همین میگم این صنعت فوق العاده جای کار داره، شدیداً نیاز به نیرو داره. شما ببینید کسی که دانشجو هستش زیاد تجربه با سیستم سیلز فورس نداره، اما به خاطر این باهوشیش توی یکی از اینترویوها متوجه شده که مثل اینکه سیلز فورس بلد بودن خیلی مهمه برای کار و خودش رفته سیلز فورس رو یاد گرفته و چند وقت پیش با یه شرکت اینترویو داشته و خیلی راحت این شخص، فقط به خاطر اینکه اون سیلز فورس رو شاید در حد پریلیمینری یاد گرفته اون جابو گرفته. من سنتی نمیشتستم که کسی که فقط یه دوره ساده رو گذرونده باشه الان استخدامش بکنن، ولی می‌بینی این صنعت انقدر متخصص ابزار، متخصص تکنولوژی نیاز بهش زیاد داره، کسی که حتی اسم اون رو تو رزومش بزنه خب مسلماً نمیتونید فقط با اسم ابزار رو منشن کردن موفق بشین تو اون کار، ولی خب خیلی راحت کمک میکنه جاب بگیم. سپلای چین و پروداکشن، البته کاستومر سرویس، اینم بگم خدمتتون، کاستومر سرویس یعنی سیلز و مارکتینگ، مارکتینگ اپریشن، سیلز اپریشن. کسانی که تو این صنعت تو این بخش ها کار میکنن ابزارهای کاستومر سرویس رو برن یاد بگیرن. اگر متخصص این هستین، اگر به شرکت ها کمک میکنین پروسه های مارکتینگ و سیلزشون رو طراحی کنن، حتما اون ابزارهای جدید رو باید یاد بگیرین که بتونید کانسالتنت اونا بشین. سپلای چین و پروداکشن که میفته باز توی خود ERP، دو تا از ایریاها، سپلای چین، پروداکشن، ورهاوس منیجمنت، این سه تا جزء محبوب ترین ایریاهای من هستش، جدا از اینکه خودم اینو دارم کانسالتینگ میکنم، ولی جزء ایریاهایی هست که افراد کامیونیتی ما خیلی توش فعال هستن. میتونم بگم متاسفانه شغلایی هستش که با اینکه لذت بخشه ولی واقعا خسته کننده است، از لحاظ فیزیکی اذیت کنه و این افراد خیلی راحت میتونن با یاد گرفتن این ابزارها بیان کانسالتنت اون صنعت بشن و واقعیتش اگه بخوام صادقانه بگم از افرادی مثل من موفق‌تر خواهند، برای اینکه کسی که تو سپلای چین، پروداکشن، ویرهاوس 10 سال 20 سال کار کرده 100% میتونه با یک کلاینت
بهتر بشینه صحبت کنه که سپلای چین آینده شو چطوری توی سیستم دیجیتالی طراحی کنه، سیستم پروداکشنش رو چطوری بچینه، بهتر میتونه کلاینت رو چالش به چالش بکشه و پروسه های آینده شو طراحی کنه. ولی متاسفانه تو صنعت امروز ما این افراد رو نداریم، اگرم داریم بلد نیستن هنوز این سیستم ها رو یا نخواستن بیان سمت کانسالتینگ. در نتیجه آدمایی مثل من که با کمترین نالج از این صنایع دارن این کانسالتینگ رو انجام میدن. البته خب من کردیت هم بدم که گفتم بخش اصلی کار ما کار کردن با آدم هاست، یعنی باز هم اینو در نظر بگیرین، شما اگر نمیدونید چطور با آدم ها ارتباط برقرار کنید، هر چقدر هم سپلای چین بدونید در نتیجه کانسالتنت موفقی نخواهید بود، چون تا اولین جلسه شاید از شما را از پروژه بذارم بیرون. ولی دارم میگم که این موقعیتی هستش که روز به روز کیفیت کانسالتنت ها بره بیرون. دوستانی که تو سپلای چین هستن، تو پروداکشن هستن، روزی شاید 8 ساعت 9 ساعت سرپا دارن با بوت سنگین راه میرن توی اون فضا، شغل ها و موقعیت های بهتری براشون هست. کوالیتی کامپلاینس هم مشابه همون سیلز و مارکتینگ میشه باز توی بخش کاستومر سرویس. خب بریم توی قسمت دیجیتال ترانسفورمیشن برای سمال بیزنس. تا اینجا انترپرنر ها رو گفتیم، گفتیم چطور میتونیم کسانی که شرکت دارن، کسانی که میخوان شرکت بزنن، از چه موقعیت هایی میتونن استفاده بکنن تو این صنعت وارد بشن. دوستانی که نمیخوان کارآفرینی بکنن، تخصص دارن، گفتیم که چطور میتونن وارد این صنعت بشن، ارتقای شغلی داشته باشن یا به خود این صنعت اصلا کمک بکنن. مسلما اگر کانسالتنت های این صنعت آدمایی با تجربه تر باشن، کلاینت ها خوشبخت تر و هپی تر خواهند بود و پروسه ها هم بهتر نتیجه خواهد داد. ولی حالا بریم به قسمت این که کسانی که سمال بیزنس دارن، ما گفتیم شرکت های بزرگ چطوری این موقعیت ها رو ازش استفاده میکنن، دیجیتال ترانسفورمیشن رو انجام میدن یا دارن انجام میدن یا دادن آماده است. حالا سمال بیزنس ها براشون چه موقعیت هایی هست، سمال بیزنس ها چطور میتونن از این استفاده بکنن که از این موج عقب نیفتن و اگر خدای نکرده یه کووید دوی یه روزی تو دنیا به وجود اومد آماده باشن، یا جدای از این چطور اون هدفاشون رو جلو ببرن. برگردیم باز به اون بحث استراتژی که ما میگیم ترانسفورمیشن میکس استراتژی و تکنولوژی هستش. سمال بیزنس ها اولین کاری که باید بکنن واقعا بشنن فکر کنن ببینن چی میخوان، هدفشون چی هست، به کدوم مسیر میخوان برن، ابزار در نهایت شما رو قرار کمک کنه به اون مسیر بریم. ولی اگه ابزار رو درست انتخاب نکنه، اگه مسیرتون رو درست انتخاب نکنین، به اون هدف نخواهید رسید. باز مثال تارگت چون هدف رو غلط انتخاب کرد، تارگت اینو هدف رو اینطوری تعریف نکرد که زیر 2 سال ما آپریشنال باشیم، در نتیجه رفت ابزار غلط انتخاب کرد. شما به عنوان اونر اسمال بیزنس اول فکر کنید چی کار میخواین بکنین، میخواین کاستومر هپی تر باشه، میخواین افیشنت تر باشین، و در نهایت چه کمکی میکنه دیجیتال ترانسفورمیشن به شما، گروث یا رشد شما رو قراره بیشتر بکنه. این اولین کمکیه که میتونه به شما بکنه. بیزنستون یک پارچه تر میشه، رشد سرعتش بیشتر میشه، دسترسی به اطلاعات براتون مهیا تر میشه، به شما خیلی راحت کمک میکنه که بتونید دیجیتال ترانسفورمیشن، گفتم حالت اون باز و بسته کردن اون شکل‌های اوریگامی هستش که تو شکل خودش رو حفظ میکنه، خیلی راحت میتونه بزرگ بشه، خیلی راحت میتونه کوچیک بشه. به شما کمک میکنه خیلی راحت ظرف چند ساعت، اینی که میگم برای ارگانیزیشن های بزرگ، ما ظرف چند ساعت توی ERP و کل سیستم انترپرایز شرکت میتونیم یک دفتر و یک لیگال انتیتی جدید توی کشور جدید برای یه ارگانیزیشن ستاپ بکنیم که دیگه اگر کارمندای اون شرکت شروع به کار بکنن، ظرف چند ساعت همه چی براشون مهیاست. این اصلا برای کسایی که شاید تو این صنعت باشن فوق العاده زمان کم و پایینیه، یعنی نشون میده چقدر افیشنسی میره بالا. اسمال بیزنس هم همینطور میتونن فکر کنن که
چطور آماده بشن برای اینکه چند تا لوکیشن بزنن. اگر اسمال بیزنسی هستین که تو فکر این هستین که فرانچایز بکنید، چند تا لوکیشن داشته باشید، مطمئن باشین اولین چیزی که باید بهش فکر کنین دیجیتال ترانسفورمیشنه. باید ببینید پروسهاتون رو چطور درست کنید، بچینید که بهتون کمک بکنه راحت ظرف چند ساعت تمام نیازهایی که دارین برای ستاپ کردن یه لوکیشن جدید رو اون سیستم و اون ابزارا براتون برآورده کنه و به تبع کمک بکنه که کاستومر سرویستون بهتر بشه. شما الان همه دایرکتلی با کاستومر بی تو سی هستن. اسمال بیزنس ها معمولا بی تو سی هستن. خب اسمال بیزنس ها بی تو بی هم داریم، ولی ما خیلی وقتا در مورد اسمال بیزنس حرف میزنیم اکثرا بی تو سی هستن، بیزنس تو کاستومر هستن. پس اون سخت تر اون چون بی تو بی رو ما میریم تو قالب پارتنرشیپ منیجمنت، یک نوع دیگه ای از کاستومر سرویس. زیاد کاستومر سرویس رو براش استفاده نمیکنم. وقتی میگیم کاستومر سرویس مستقیما با اند یوزر شما سر و کار دارین، خیلی مهم میشه براتون. در نتیجه دیجیتال ترانسفورمیشن به اون کمک میکنه. حالا تو مثالا خواهم زد، اسلاید های بعدی یکم ملموس‌تر با مثال برای سری اسمال بیزنس ها که خود من به شخص دیدم. یکی از بیزنس اسمال بیزنس هایی که من میبینم خیلی خوب دارن دیجیتال ترانسفورمیشن رو پیش میبرن کلینیکا و هلث کیر پرکتیشنر هستن. البته نه همشون، دندون پزشکا هنوز جا دارن. من دندون پزشکا رو زیاد ندیدم این کار رو بکنن. جالبه که من دندون پزشکی میشناسم که خودش شروع کرده پرادکت آفر دادن به این صنعت. باز برمیگرده به اون بحث که گفتم، این صنعت به افراد همه صنایع احتیاج داره برای اینکه بیان صنعت خودشون رو، مشکلاتشون و راه‌هاشون و پروسه‌هاشون رو ترجمه کنن برای یه دیولپر که اون دیولپر بتونه اونو به صورت یه ابزار در بیاره. اون جاهایی که قوی من می‌بینم دارن کار می‌کنن واقعا کلینیک‌ها، فیزیوتراپی، ماساژ، آکوپانچر، کلینیک‌های این سبک من خیلی دیدم خیلی خوب کار می‌کنن. مثالش چی هستش؟ فون سیستمی دارن که وصل به یه سیستم CRM. شما تا تماس میگیرین کسی که اون پشت نشسته، پشت دسک نشسته، اسم شما رو میدونه، اکانت شما بلا فاصله بالا میاد، میدونن شما کی هستین. این توی این CRM چطوری ستاپ بشه، اون باز برمیگرده به اون کانسالتنت دیجیتال ترانسفورمیشن، اون شرکتی که براتون اون کار کرده. لزوما فقط یه CRM ستاپ کرده یا کمکتون کرده، اون CRM به درد بیزنستون بخوره. چطور اون CRM به وبسایتتون وصل میشه که اگر کسی مثلا اپوینتمنت بوک میکنه برگرده. اینا چیزایی هستش که توی خیلی از بیزنس ها من میبینم الان دارن خیلی خوب انجام میدن. بوکینگ انجام میشه، اطلاعات کامل میره اون تو. توی اون بخشش که شما شاید نمیبینین، این اکانتینگ سیستم چطور به بقیه وصله که اکانتنت وقتی آخر ماه قرار کلوزینگ رو انجام بده دیگه دردسر نداشته باشه، بتونه اینا رو ریکانسل کنه با هم، خیلی راحت اینا به هم وصل بشه. چون این خودش اگر این اتفاق نیفته هزینه اکانتینگتون میره بالا. و پروسه هاتون چطور دیزاین بشه از دید مشتری، چون در نهایت توی این بیزنس شما میخواین کاستومر اکسپریانس بهتر باشه که دوباره اون مشتری به سراغ شما بیاد. پس این پروسه ها رو چطور بچینین شما. گفتم مثالی که تو کلینیک ها من میبینم خیلی قشنگ این پروسه ها رو چیدن. خود من جایی که میرم توی CRMشون، من خب خوشبختانه تو صنایع مختلف هست، دوستان خودم متخصصین خیلی زیادی هستم و میرم پیش خودشون و CRM اون کلینیک که من میرم توش به قدری خوب این اطلاعات نوشته شده که من هر دفعه میرم پرداختی انجام بدم، مهم نیست کی اون پشت نشسته، همیشه میدونن که من آشنای اون هلت کیر پرکتیشنر هستم و تخفیف دارم و این به من لذت میده که لازم نیست من باید نگران این باشم که اون اپلای میشه یا نه. مثال بعدیش رستوران ها هستش که رستوران ها چطور وبسایتشون رو بتونن به بقیه سیستما وصل بکنن به یه CRM. رستوران ها کدوم، چند تا رستوران میشناسین که واقعا وقتی یه مشتری از در میاد تو بدونین که چهرهشو ببینه یا کارمنداش که دائما عوض میشن بدونن این
مشتری لویالیه، یا این مشتری چه غذایی دوست داره، چی دوست داره، یا اونو بتونن وصل کنن به سیستم مارکتینگشون که تارگت کنن اگر اسپشیالی هست، چیزی هست، کاستمرها ایمیل بگیرن، نوتیفیکیشن بگیرن، سوشال میدیاشون، انالیتیکشون، باز سیستم اکانتینگ برای ریکانسیل کردن، یا حتی ای کامرسشون برای اونایی که استور دارن. چطور این ای کامرس، چون وبسایت لزوما ای کامرس نیست، این سیستم ای کامرسشون چطوری ستاپ بشه که کمک بکنه کاستمر اکسپریانس بهتری داشته باشه. برای دوستانی که توی بحث مانیفکتورینگ هستن، چطور کمک کنه پروسه هاشون لین تر بشه، چه سیستمایی انتخاب بشه که باعث بشه پروسه هاشون لین تر بشه، رشدشون بیشتر بشه. مانیفکتورینگ رشدش سخته، ولی انتخاب ابزار درست، پروسه های درست باعث میشه اپریشنشون اسکیلبل تر بشه. ERP سایز درست انتخاب بکنه برای مانیفکتورر خیلی مهمه که بتونن سیستم اکانتینگ یا ERP درست انتخاب کنن. خیلی وقتا چیزی که انتخاب میکنن ممکن رشد خود اون شرکت از کیپبیلیتی های ERP شون بیشتر باشه، در نتیجه تا وقتی که ERP آماده استفاده از اون شرکت رشدش رو کرده و ERP دیگه براش کوچیکه. در واقع میشه گفت این آخرین اسلاید من هستش، آخرش یکم تون تون پیش رفت، عذرخواهی میکنم چون من زمانم میخوام نگه دارم. اگر دوستان علاقه دارن بحث رو ادامه بدن، سوالی دارن، میتونن به این آدرس به من ایمیل بزنن. پندل من روی سوشال میدیاها این هستش، تو همه سوشال میدیاها، بسته این که به کدوم پلتفرم شما راحت تر هستین، توییتر یا جای دیگه میتونید منو پیدا بکنید. بعضی جاها بیشتر من حالت پروفشنال داره، بعضی جاها کمتر پروفشنال، ولی خوشحال میشم با دوستان در ارتباط باشم و بتونیم کانورسیشنمون رو ادامه میدیم. امیدوارم از این 10 دقیقه آخر بتونیم استفاده بکنیم و سوالاتون رو جواب بدیم. ممنون که تا الان وقت گذاشتین و به صحبت‌های من گوش کردین. احسان جان، من تشکر میکنم از توضیحات خیلی کاملی که داشتی، خیلی به ترتیب منطقی و خیلی زیبا از ابتدا شروع کردی، راجع به هیستوری دیجیتال ترانسفورمیشن برامون گفتی، چه مسیری رو طی کردی، چه مسیری برای صنایع وجود داره، برای بیزنس اونرها وجود داره، برای اکسپرت ها وجود داره و نهایتاً به کجا میشه رسید. من که خیلی لذت بردم و مطمئن هستم که همه دوستان هم نحو خیلی خوب در بیزنس خودشون و در کاریر خودشون استفاده خواهند کرد. دوستان، ما در خدمتتون هستیم، اگر سوالی هست خب نگاه کنیم در قسمت چت آیا کسی دستش رو بالا برده برای سوال. بکنم احسان، شما اینقدر قشنگ همه چیز رو کامل توضیح دادی، سوالی دیگه به اون صورت نمونده. تو، من خودم چند تا سوال داشتم واقعیتش، نوشته بودم که ازت بپرسم، ولی همه رو پاسخشو گرفتم و خب حالا دیگه خیلی لزومی نداره. خودت چطور فکر میکنی؟ فکر میکنی الان بازار و اون کشش، اون دیمندی که برای ورود متخصص ها وجود داره، آیا یک متخصص، اینطوری سوال هم مطرح کنم، صرفا با یادگیری یک ابزار، حالا اون ابزار میتونه هر چیزی باشه، بعدا در ارتباط با شما حتما راهنماییشون میکنه که چه ابزاری یاد بگیرن، صرفا یادگیری یک ابزار میتونه اینقدر ورود یک متخصصی با 5 سال و 10 سال سابقه در یک صنعت رو تسهیل کنه، یا اینکه به فاکتورهای خیلی دیگه هم بستگی داره؟ فاکتور اتیتیود و کاراکتر رو میذاریم کنار، به هر حال در هر زمینه شما بخوای موفق بشی اتیتیود و کاراکتر خوبی باید داشته باشی. یعنی پاسخ این سوال میتونه به من اینو نشون بده که چقدر این دیمنده زیاده، یعنی فقط شما با آموختن یک ابزار میتونی وارد بشی یا نه، باید حالا برای 5-6 تا ابزار مختلف رو بلد بشی، زمان بذاری، طول میکشه، 1 سال 2 سال؟ واقعا درسته. یعنی بگم چند سال پیش اینو میتونم مثال بزنم برای که نمونه مشابهش باشه. تا چند سال پیش که تازه این ستارتاپ و دیولپمنت و کودینگ های جدید و زبان های برنامه نویسی جدید اومده بود، شرکت ها نمیدونستن دیولپر ها کی خوبه کی بده، در واقع فقط استخدام میکردن، هر کی میگفت بلده اون زبون رو استخدام میکردن.
و می دیدن که کار نمی کنه، یعنی نفر بعد می اومد کد نفر قبلی رو کلا می ریخت دور، دوباره این اتفاق می افتاد. و این آدما تو این صنعت ما داریم از بعد کار شغل داریم بررسی می کنیم دیگه، نه ولیوی که میارن. شما اون شخص پس میتونی بگی این آدم همیشه شغل داشت، فقط داشت از این شرکت به شرکت دیگه میرفت، روز به روزم یکم حالا کد نویسیش بهتر میشد. الان اون موقعیت مشابهش توی این صنعت پیش اومده، حالا توی مانیفکتچرینگ و ویرهاوس و میتونم بگم سپلای چین از همه بیشتر، چون کووید نشون داد که ما الان سپلای چین داره خیلی عوض میشه دیگه، هم دیمند رفته بالا هم شکلش داره عوض میشه. در نتیجه اگه یه نفر ویرهاوس منیجر خوبیه، میدونه ویرهاوس چطور باید واقعا فایفو باشه ففو باشه، فقط کافی یاد بگیره. مثلا من از جانب داینامیکس 365 میگم، توصیه‌ام هم اینه، حالا داینامیکس 365 چون میشناسم میدونم خوب داره پیش میره، بعد مایکروسافت خوب داره سرمایه گذاری میکنه. اگر کسی الان پروداکشن بلده، سپلای چین بلده، اکانتینگ و فایننس تمومی نداره، واقعا تمومی نداره. یعنی شما هر چقدر هم باز این صنعت بهش وارد میشن، بازم میبینین شما بعضی وقتا برای من پیش میاد که ریکروترها ریچ اوت میکنن بدون که اصلا بخونن من کارم فایننس نیست، فقط با دیدن D365 یا مایکروسافت یا دیجیتال ترانسفورمیشن فقط ریچ اوت میکنن و میبینم که بیشتر موقع فایننس هست، فایننس خیلی نیاز براش بیشتر هست. احسان جان، موضوعی که رو فایننس و بحثای اکانتینگ وجود داره، یه بحث تابع نمایی داریم. من در حال بیزنس خودم که این کاری که داریم انجام میدیم، یه قسمتش که حالا اینوستمنت منیجمنت هست، ببینیم که هر چقدر مدیریت اینوستمنت شما که خب هم اکانتینگ رو شامل میشه هم فایننس رو شامل میشه، هرچی بهینه تر داری کار میکنی، ظرفیت و اون کپاسیتی پذیرش هم داره بیشتر میشه. این فکر میکنم خیلی بتونه خوب توضیح بده، یعنی در آینده هم همین خواهد بود، هرچی که ابزارها و نفرات در حوزه دیجیتال قوی تر بشن، ظرفیت ورود نفرات جدید به خاطر اینکه توانمندی فایننس، بهینه سازی فایننس زیاد شده، هی بیشتر میشه. مثال رو اینطوری باز میکنم، ممکنه که یک کارخونه با 5 میلیون دلار با ریت مثلا افیشینسی 5% در سال داره یک فایننسی رو انجام میده، شما افیشینسی تو به جای 5 بکنی 7، اون وقت اون کارخونه میتونه سالی به جای 20% 40% رشد کنه و دوباره بعد از 2 سال دوباره برمیگرده، پس دوباره متخصص فایننس میشه، دوباره ظرفیت فایننس اتفاق میفته. با این احتساب خیلی جنبه های مختلفی هست، حالا اکانتینگ، فایننس، پروداکشن، سپلای چین، خیلی گسترده هست و واقعا یک تغییر، یک دیسراپشنی داره اتفاق میفته و میتونیم امیدوار باشیم که یه مقدار خودمون رو بروز کنیم، چه بتونیم کانسالتینگ فرم بزنیم، چه خودمون بتونیم از کانسالتنت کار کنیم، بریم توی شرکت امپلوی بشیم. خیلی بازار کار مختلف و متنوعی وجود داره. 100%، خیلی نکته جالبی رو گفتین. دقیقاً اگر این اتفاق بیفته، روز به روز کوالیتی بالاتر میره و خود اون شرکت ها، حالا چه کلاینت به عنوان کسی که داره از این صنعت، از این تخصص ها استفاده میکنه، اونا رو استخدام میکنه، چه implementation partner اون شرکت کانسالتینگی که قراره این ولیو رو به اونا بده، روز به روز کیفیت خودشون، سرویسشون و تیمشون بهتر میشه. احسان جان، الان که شما خیلی عمیق با این صنعت داری کار میکنی، بیشتر در چه اسکیلی شرکت ها دنبال این ترانسفورمیشن هستن؟ شرکت های انترپرایز هستن یه لارج اسکیل، یا میدیم سایز ها، مثلا شرکت هایی که بین 20 25 تا مثلا 100 نفر نیرو دارن، یا شرکت های کوچیک؟ آیا میتونیم تفاوتی قائل بشیم که الان این اسکیل از شرکت ها دنبالش هستن و این هزینه ها و این روش ها شاید برای یه سری اسکیل های از شرکت ها فعلا زود باشه؟ درسته. ببینید، اون فول دیجیتال ترانسفورمیشنی که شرکت ها دنبالش هستن، برای میشه گفت برای میدیوم سایز، یا توی صنعت استارتاپ ما بهشون میگیم اسکیل اپ. اینا دیگه بیزنس پلنشون پروف شده، ریونیوشون رو دارن، میتونیم بگیم بالای 10 میلیون دلار. اگه از رقم بخوایم شروع کنیم، بگیم بیزنس هایی که بالای 10 میلیون دلار درآمد دارن، یه سری شاخص ها و شناسه ها داره، یکیش ریونیوه 10 میلیون دلار به بالا، بعدیش چند لوکیشن بودنتونه، بعدیش چند کارنسی بودنتونه. اینا باعث میشه پیچیده، چند کارنسی بودن باعث پیچیدگی
بخش اکانتینگ و فایننس اون شرکت میشه، برای اینکه فقط هم اون نیست، تکس، تکسی که باز پیچیده، این همه ما نرم افزار داریم، این همه ERP داریم، این همه پارتنر داریم، بازم شرکت تامپرون رویترز شما برید نگاه کنید کماکان داره پروداکت میسازه برای تکس. چرا؟ چون تکس مثلا عوض میشه، تکس ایندیا عوض میشه، یه پروژه ERP کلا میخوابه، برای اینکه تمام اینا الان باید بشینن پیدا کنن که این پروسه چطوری قرار اتفاق بیفته. پس میتونم بگم که از لحاظ سایز اون رقمی 10 میلیون میتونیم بگیم، چند لوکیشنی بودن، وقتی میخوان چند لوکیشنی، چند کشوری بشن، گلوبال بشن و چند کارنسی بودن. این جور شرکت ها الان وحشتناک بهش نیاز دارن، حالتیه که نمیتونن این کارو نکنن، نمیتونن تقبل بکنن این کارو برای نکنن، چون مستقیما منجر به شکستشون میشه. ولی خب سمال بیزنس ها هم مثل مثال کلینیکا که گفتم دارن شروع میکنن، چون به هر حال حالا اگه کسی میخواد واقعا به حالت سمال بیزنس آپریت کنه، شاید فقط برای کار راحت کردن پروسه هاش از دیجیتال ترانسفورمیشن استفاده کنه، شاید هم بهش بگیم ترانسفورمی هم نکرده، فقط از یه سری ابزار تکنیکال داره استفاده میکنه. ولی اگه اون بینش رو داره که میخواد چند لوکیشنش بکنه، میخواد بزرگش کنه، میخواد اصلا تولیدی بزنه، از یه رستوران برسه به یه تولیدی غذا، رستوران یک بخشی از کارش باشه، خب فکر کردن به این پروسه ها هنوز به این سایز بیزنس ها هم کمک میکنه، بیزنس های کوچیک. میتونین چرا این سوال پرسیدم و ممکنه این سوال در ذهن شخصی ایجاد بشه، من میخوام الان به عنوان یک اکسپرت برم در یک سازمانی کار کنم، حالا این ایده رو دارم چون این صنعت اوایلش هست و هنوز خیلی جا برای کار داره، 2 سال 3 سال 4 سال دیگه کمپانی خودم رو باز کنم، یک کانسالتینگ فرمی رو شروع کنم و شروع کنم به دادن پروداکت ها و حالا کانسالتینگ سرویسز به صنایع مختلف. برای همچین فردی الان پیشنهاد شما اینه که بیاد از انترپرایز ها شروع کنه، تلاش کنه که بره تو انترپرایز ها و اونجا یاد بگیره و بعدا بیاد درون اپلای کنه فور مثلا سمال میدیم سایز کمپانی ها، یا اینکه نه از اول وقتش رو بذاره مثلا تو اسمال میدیوم هم کار کنه، باز همون بازار رو داره. آیا میتونیم این حالت رفت و برگشتی رو داشته باشیم، یعنی بره یه جای خیلی بزرگ که بتونه از پس کار کوچیک بر بیاد، یا نه خرج کوچیک هم باشه بعد 2-3 سال کار کنه میتونه بعدا تارگت خودش رو بذاره رو همونها و شرکت خودش رو داشته باشه؟ جفتش امکانش هست، ولی خب میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که با توی جای بزرگتر کار کردن یه ویژن بزرگتری به شما میده. اگر قرار کلاینتتون در نهایت به اون سایز برسه یه روزی، شما بهتر میتونید بهش به اون سمت فکر بکنید. ولی خب مارکت الان انقدر مارکتی است که نیاز داره، یک نفر میتونه با همون فوکس به سمال بیزنس هم بکنه. ولی واقعا میشه گفت کسی که تو جاهای بزرگتر کار کرده، خود من علاقم برای همین هستش که من پارتنرشیپ همون یا ریلیشنشیپ همون با هنوز این قسمت سنت و با این شرکت قطع نکردم، چون من بیزنس خودم هم دارم، با استارتاپ ها کار میکنیم، با شرکت های سمال کار میکنیم، چون دقیقا من یک خطی کشیدم، من بالای این خط دارم کار میکنم و یاد میگیرم، چون این بالای شرکت های بالای 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار و زیر این خط کلاینت های من میشن که من دارم این بالا یاد میگیرم به عنوان شاید فقط یک کانسالتنت یا امپلوی شاید حتی بگیم، این پایین به عنوان یه انترپرنور دارم به کلاینت هام کمک میکنم چون این بالا یه چیز یاد گرفتم، تا کم کم سطح خودم هم بتونم بکشم بالا دیگه، یک روزی منم مشابه اون اونر شرکتمون بتونم به این لول سرویس بدم. چون اینم راحت بهتون بگم تو این صنعت معروفه gray hair matters، موی سفید مهمه. تجربه شما حتما اولویت داره. خیلی عالی، ممنون از توضیحات دقیقی که داشتی و باز هم تکرار می‌کنم من به شخص خیلی لذت بردم از برنامه امروز، خیلی استفاده کردم و مطمئنن حالا هممون میتونیم در کسب و کارهای خودمون در برنامه‌های خودمون از این تجربیات استفاده کنیم. ممنون هستیم از همه شما دوستان عزیز که وقت گذاشتید، مثل همیشه تشریف آوردید، خوشحال هستیم که تونستیم باز هم کمکی کنیم در زمینه تسهیل دسترسی شما عزیزان به اطلاعات و دانش افراد با تجربه در کامیونیتی ایرانی کانادایی در حوزه کارآفرینی.
دوستان من زحمت کشیدن در کانال تلگرام کلوب فرم سروی رو گذاشتن. ممنون میشم طبق توضیحاتی که خدمتتون داشتم سوالاتی رو پاسخ بدید تا ما بیشتر با نظرات شما آشنا بشیم تا بتونیم برنامه‌های بعدی رو با کیفیت بهتر و موضوعات مورد نظر شما برگزار کنیم. مجدد از آقای احسان دانشگر تشکر میکنم. روز اول هفته بود، روز شلوغ و بیزی رو داشتن میدونم، ولی خب ممنون هستم احسان جان از وقتی که گذاشتی و ساعتش هم ساعت 6 بعد از ظهر وقت تورنتو بعد از ساعت کاریت بود، ولی خیلی شاد و خیلی پر انرژی و خیلی اکسایتد بود، من لذت بردم. امیدوارم که ارتباط شما با اعضای کلوب، با مخاطبین عزیز ما در کلوب کارآفرینان ایرانی کانادا برقرار بمونه. مسیرهای ارتباطی رو احسان براتون قرار داد تو اسلاید آخر و حتما با احسان در ارتباط باشید. با شناختی که من از شخصیتشون دارم بسیار بسیار میتونه به شما کمک بکنه که از فرصت‌هایی که وجود داره غافل نشید، اونها رو بهتر بشناسید و بتونید از اونها در توسعه کسب و کار خودتون و مسیر شغلی خودتون استفاده کنید. احسان جان، من همینجا از طرف هیئت مدیره کلوب هم از شما تشکر میکنم برای زمانی که در طول یک ماه گذشته برای آماده سازی این وبینار گذاشتی، دقت ویژه‌ای که در انتخاب سرفصل‌ها، تاپیک‌ها و موضوعات مورد نظر داشتی تا بتونی به بهترین نحو این وبینار رو انجام بدی. به شخصه و از طرف هیئت مدیره از شما تشکر می‌کنم. امیدوارم که تو برنامه‌های آینده هم باز شما رو داشته باشیم. ممنون مهرداد جان. منم واقعا تشکر می‌کنم از شما، از این اورگانایزیشن خوبتون و اینکه واقعا خیلی راحت همه پله‌ها رو با هم پیش بردیم و منم کمک کردین که سر وقت بتونم همیشه دلیوریبل رو انجام بدم. ممنون، واقعا اورگانایزیشن عالی بود و این فرصت مهیا شد که این بحث مطرح بشه اینجا و در جامعه ایرانی. خیلی هم عالی. البته من این نکته عرض کنم خدمتتون که همکاری با دوستان خوبی مثل شما باعث میشه که ما در کلوب بهتر بیاموزیم و جالب اینو بگم که ما در طول یک سال گذشته ما خودمونم کاملا ترانسفورم شدیم رو حوزه دیجیتال. دیگه به هیچ عنوان سمینار فیزیکی نداریم، همه برنامه ها به صورت وبینار برگزار میشه، کوردینیشن ها همه روی پلتفرم های دیجیتال هست، هماهنگی ها، جلساتی که وجود داره، همه چیز دیجیتال شده و این باعث شده که دسترسی دوستان از خب قسمت های مختلف با اختلاف زمان ساعتی که در کانادا داریم، 3-4 ساعتی اختلاف زمان داریم، دسترسی ها خیلی بیشتر بشه، افراد از شهرهای مختلف بتونن شرکت کنن و در حوزه کاری ما، در این کاری که داریم میکنیم، خیلی دیجیتال ترانسفورمیشن تونسته تاثیر خیلی خوبی بذاره و ما هم حتما توی این موضوع باز هم باید بیشتر کار کنیم با کمک و راهنمایی شما. باز تشکر میکنم از همه شما عزیزان بابت وقتی که گذاشتید، توجهی که داشتید، شرکت کردید در برنامه‌های ما. ما رو از نظرات خودتون بی‌نصیب نذارید، منتظر حضور سبز شما در برنامه‌های آتی هم هستیم. احسان جان باز تشکر میکنم از وقت شما، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی باز شما رو داشته باشیم، از تخصص و دانش شما بیشتر و بهتر استفاده کنیم. ممنون از همه شما عزیزان و تا دیدار بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارش.